نام کتاب به یاد کمون پاریس، به مناسبت 148 سالگرد کمون پاریس. نویسنده محسن ابراهیمی. انتشار اینترنتی. سال انتشار 1400. راوی رعنا. ادیت فنی و بازبینی قاسم قرهداغی. موضوع تاریخ سیاست. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. یادداشت نویسنده. سلسله یادداشت‌هایی که مجموعه‌اش به صورت کتاب حاضر تنظیم شده است، در ماه‌های مارس، آوریل و می امسال در مقطع 148 سالگرد کمون پاریس نوشته شدند. 148 سالگرد کمون پاریس برای من در واقع یک بهانه بود. انگیزه‌ای بود تا قبل از هر چیز خودم با این اولین انقلاب کارگران و توده‌های تهیدست بیشتر و دقیق‌تر آشنا شوم و البته تلاش کنم از میان مجموعه متنوعی از روایت‌ها از این تلاش طبقه کارگر و توده‌های محروم برای رهایی روایتی را در اختیار خوانندگان و علاقه‌مندان بگذارم که به زعم این نویسنده کمک می‌کند تصویر دقیق‌تری از این واقعه مهم تاریخی داشته باشیم. درباره کمون پاریس ادبیات سیاسی گسترده‌ای موجود است که روایت‌های بسیار متفاوت و البته متضادی از این اتفاق تاریخی به دست می‌دهند. روایت‌های دشمنان طبقاتی کمون پاریس، همان‌هایی که به کمون پاریس و تلاش طبقه کارگر و تهیدستان پاریس برای رهایی خون پاشیدند از یک طرف و روایت‌های خود کمونارها و مدافعان این اولین انقلاب کارگری از طرف دیگر. بخش بسیار کوچکی از این ادبیات به زبان فارسی ترجمه شده است. من تلاش کردم روایت‌های طبقاتی کاملاً متضاد و متقابل از این رویداد انقلابی را اساساً در متون انگلیسی بخوانم و روشن است که تصویر و استنتاج خودم از این گزارشات و تحلیل‌ها را در این سلسله مقالات منعکس کردم. من مورخ نیستم، اما تا آنجایی که از تبیین مورخین از اتفاقات تاریخی اطلاع دارم، هیچ مورخی علی‌رغم ادعای بی‌طرفی وقایع تاریخی را بی‌طرفانه منعکس نکرده است. اتفاقاً مورخینی که مدعی بی‌طرفی هستند جانبدارترین راویان وقایع تاریخی بودند. به نظر می‌آید ادعای بی‌طرفی اکثراً برای سرپوش گذاشتن بر طرفداری از طبقات حاکم و تخطئه تلاش توده‌های تحت ستم برای رهایی از همین طبقات حاکم بوده است. می‌توان ادعای بی‌طرفی کرد، اما در عین این ادعا تصویری از یک واقعه تاریخی به مخاطبین ارائه داد که تماماً ایدئولوژیک و وارونه است، کاری که اغلب مورخین راست انجام می‌دهند. در این حال می‌توان همه وقایع را آنچنان که رخ داده‌اند منعکس کرد، اما هنوز جانبدار بود. تاریخ اصولاً صرف اتفاقات و وقایع جدا از هم و بی ربط به کشمکش‌های سیاسی و طبقاتی جوامع نیست. حداقل این را به روشنی میتوان گفت که تاریخ جوامعی که در آنها طبقات اصلی جامعه در کشمکشی سیاسی و طبقاتی بودند، تاریخ مبارزه همین طبقات و اقشار مختلف مردم بوده است که در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی، فرهنگی و هنری و ادبی هر مقطعی منعکس شده است. تاریخ کمون پاریس هم از این قاعده مستثنا نیست. کمون پاریس یکی از اولیه ترین و البته برجسته ترین محل تلاقی و کشمکش و مبارزه طبقات اصلی جامعه سرمایه داری، یعنی طبقه کارگر و سرمایه دار بود که یکی در قدرت سیاسی بود و دیگری تلاش میکرد طبقه سرمایه دار را از قدرت خلع کند و قدرت سیاسی را کسب کند. در متنی که پیش رو دارید، جوانه و لحظه های مختلف این کشمکش مورد توجه این نویسنده بوده است. امیدوارم این مجموعه دریچه‌ای باشد برای مشاهده این حقیقت که اگر طبقه کارگر و توده های تهیدست به قدرت برسند، چه تغییرات شگرفی می توانند در زندگی مردم به وجود بیاورند. 15 سپتامبر 2019. فهرست یادداشت نویسنده. بخش اول روایت‌های متفاوت.
بخش دوم، تکوین یک جنگ طبقاتی در متن یک جنگ ملی. بخش سوم، اقدامات کمون پاریس، دو ماه و یک دنیا دستاورد. بخش چهارم، حقوق جهان شمول کمون پاریس در مقابل ناسیونال شوینیسم سرمایه‌داری. بخش پنجم، خشونت سرمایه‌داری علیه کمون پاریس. بخش ششم، درس‌های کمون پاریس. بخش اول، روایت‌های متفاوت. کسی که برای مردم افسانه‌های انقلابی نقل می‌کند، کسی که آنها را با داستان‌های احساسی سرگرم می‌سازد، به اندازه آن جغرافیدانی مجرم است که برای دریانوردان نقشه‌های دروغین ترسیم می‌کند. لیسا گاره، تاریخ کمون پاریس. 148 سال پیش در 26 مارس سال 1871 در پاریس تحت محاصره دو ارتش پروس و فرانسه، شهروندان و در رأس آنها کارگران و زنان زحمتکش نوع جدیدی از دولت یا حکومت را خلق کردند که به کمون پاریس مشهور شد. آنها از میان خود کسانی را انتخاب کردند تا مقاومت شهروندان قحطی زده و گرسنه را هم در مقابل محاصره ارتش پروس و هم در مقابل تعرض دولت دفاعی ملی خودی سازمان دهند. این اولین بار در تاریخ جهان مدرن سرمایه‌داری بود که کارگران و توده‌های محروم قدرت را به دست می‌گرفتند و زندگی خودشان را خود اداره می‌کردند. عمر کمون پاریس دو ماه بیشتر نبود. دو ماهی که یکی از برگ‌های درخشان و به یاد ماندنی در تلاش کارگران و توده‌های تهی‌دست و زیر پا له شده برای به دست گرفتن اختیار سرنوشت خود و جامعه بود. کمون پاریس و کمونارت‌ها به خاطر تغییرات شگرفی که در زندگی مردم پاریس به وجود آوردند، همیشه مورد احترام خواهند بود. این دو ماه تصویری ماندگار از این حقیقت داد که اگر سازماندهی جامعه به دست طبقه کارگر و پیشروان آزادی‌خواه و برابری طلبش باشد، چه تغییرات بزرگ و شکوهمندی می‌توان در زندگی همه شهروندان به وجود آورد. مثل همه انقلاب‌ها، روایت‌های متنوعی از این واقعه تاریخی وجود دارد. روشن است که روایت فاتحین، آنهایی که پاریس کارگران را در هفته خونین ماه مه در خون خود غرق کردند، چیزی جز ابراز کینه و نفرت و دروغ و لجن‌پاشی علیه این عصیان طبقه کارگر نمی‌تواند باشد. عصیانی که برای مدت بسیار کوتاهی هم که شده توانست دست چپاولگران سرمایه‌دار را از له کردن حرمت و انسانیت و آزادی طبقات محروم جامعه کوتاه کند. توانست نمونه کاملا جدیدی از مناسبات میان انسان‌ها در همه عرصه و همه جلوه‌های زندگی خلق کند. مفسرین و نویسندگان صف ارتجاع از تصویر پردازی منفی و دروغین و مخرب علیه کمون و کمونارها هرگز خسته نشدند و جالب است که بعد از قریب 1.5 قرن از این اتفاق هنوز میتوان همان درجه غیظ و نفرت و خشمی را در اظهار نظرهای این مفسرین و نویسندگان مشاهده کرد که سرکوبگران کمون پاریس و قاتلین کمونارها در همان سال 1871 داشتند. در اظهار نظر صف ایدئولوگ‌ها و مورخین و ژورنالیست‌ها و مفسرین طبقات حاکم در سه قرن 19، 20 و 21 یک خط تاریک و چرکین مشترک وجود دارد. آنها تلاش انسانی کارگران پاریس برای نجات جان، زندگی و حرمت انسانیشان از یوغ اقلیت همیشه مفتخور بورژوا را تیشه به ریشه تمدن اعلام می‌کنند. آنها نتایج تلاش به حق کارگران پاریس را شوم و زیانبار می دانند، چون ظاهراً این قیام فقط در طول یک هفته هزاران انسان را قربانی کرده است. اگر می خواهید تصویری حقیقی از کمون پاریس، از خدماتش، از تغییرات شگرف و بیادماندنیش در زندگی شهروندان، از فداکاری ها و انسانیت کارگران و شهروندان شریف پاریس، حتی در مقابل دشمنان قصاوت پیشه‌شان به دست آورید، میبایست تاریخ کمون را از زبان همانهایی بشنوید که اسطوره کمون پاریس را خلق کردند. باید پای روایت خود کمونارها نشست تا دید که کمون پاریس کارگران چه چیزی برای تلاش‌های تعطیل ناپذیر انسان‌ها، به خصوص کارگران و توده‌های محروم، برای رسیدن به زندگی انسانی برای همه به ارمغان گذاشته است.
یکی از این کمونارها لیسا گاره بود که با کتاب تاریخ کمون پاریس 1871 کمون پاریس را جاودانه ساخت. لیسا گاره این کمونار شریف و آگاه در این کتاب دست ما را میگیرد و به کوچه ها و خیابان های پاریس میبرد. به سنگرهای کمونارها میبرد. به جبهه های متنوع مقاومت شهروندان پاریس در مقابل ارتش بیسمارک میبرد. به سنگرهای طبقه کارگر و کمونارها در مقابل نیروهای سرکوب سازمان یافته تحت نام جمهوری سوم در ورسای به رهبری آدولف تیر مشهور میبرد که همه اراذل ناپلئون بناپارت تسلیم شده در مقابل بیسمارک یعنی صدر اعظم آهنین و ساقط شده را در ورسای جمع کرده بود تا علیه اولین قدرت کارگری توطئه بچیند. لیسا گاره این امکان را فراهم میکند که ما در عین حال در همه کوچه پس کوچه های پاریس، در همه سنگرها، در همه محیط های کارگری، در همه دالان های قدرت بورژوازی و دسیسه هایشان، در همه معاملات و توطئه های داخلی بورژوازی و معاملات و توطئه ها میان صدر اعظم آلمان و بازمانده های امپراتوری شکست خورده ناپلئون سوم علیه کمون پاریس حضور داشته باشیم. این امکان را فراهم می کند که ما به چشم خود همه لحظات یک نبرد سیاسی و روانی میان طبقه کارگر پاریس از یک طرف و جبهه بزرگی از ارتجاع سیاسی پروس و فرانسه از طرف دیگر را ببینیم. جبهه‌ای که متشکل است از سلطنت طلبان سلطنت از دست داده، طرفداران امپراتور ساقط شده، جمهوری خواهانی که از ترس عصیان کارگران جمهوری خواه شده اند و کلن همه نیروهایی که در پیکر طبقه کارگر پاریس دشمن مشترکشان را میبینند. لیسا گاره در این کتاب همان کاری را درباره کمون پاریس انجام میدهد که جان رید در کتاب ده روزی که دنیا را لرزان برای انقلاب اکتبر در روسیه انجام داد. با کتاب ده روزی که دنیا را لرزان، ما در همه لحظات مقاومت و تلاش و مبارزه کارگران و توده های محروم روسیه در مقابل طبقات حاکم وقت از نزدیک آشنا می شویم. لیسا گاره در کتابش به این اعتقادش عمیقاً وفادار می ماند که بهترین لایحه دفاعی برای مغلوبان همان روایت ساده و صادقانه سرگذشت آنهاست. او واقعاً روایتی ساده و صادقانه و من اضافه می کنم بسیار عمیق از این رویداد تاریخی در اختیار ما می گذارد. همچنان که جان رید با کتاب ده روزی که دنیا را لرزان روایتی ساده و صادقانه و عمیق از انقلاب اکتبر در اختیار ما گذاشته بود. لیسا گاره به جای نقشه های دروغین برای جغرافی دانان دست ما را می گیرد و به جغرافی هایی به نام پاریس، فرانسه، پروس و اروپای دهه 1870 می برد. تا خود با چشم خود ببینیم که چه نبرد تاریخ سازی میان دو طبقه همیشه در جنگ، طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار در جریان است و چگونه این نبرد پیش می رود و چه سرانجامی پیدا می کند و چرا به این سرانجام می رسد. اما برای شناخت عمیق‌تر زمینه تاریخی، بستر اقتصادی سیاسی که کمون پاریس در آن شکل گرفت، دیگر لیسا گاره کفایت نمی کند، باید سراغ مارکس رفت. سراغ سه اثر ماندگار مارکس رفت که در شکل سه خطابه به شورای عمومی انترناسیونال اول ارائه شد. خطابه های اول و دوم در تحلیل جنگ پروس و فرانسه است و خطابه سوم تحت عنوان جنگ داخلی در فرانسه تحلیل خود کمون پاریس است که از سطر به سطر کتاب لیسا گاره می توان فهمید که او عمیقاً تحت تأثیر این تحلیل مارکس است. مارکس دقیقاً در روزهای قتل عام کمونارها توسط ارتش سرمایه‌داری فرانسه که تحت عنوان دولت دفاع ملی در ورسای مستقر شده بود روی اتفاقات پاریس کار می‌کرد. اون نتیجه کارش را درست دو روز بعد از آخرین قتل عام کمونارها در گورستان پرلاشز خطاب به شورای عمومی انترناسیونال اول تحت عنوان جنگ داخلی در فرانسه ارائه داد. برای شناخت جایگاه و اهمیت تحلیلی آثار مارکس درباره کمون پاریس و پیش‌زمینه‌هایش باید از انگلز این همرزم وفادار مارکس کمک گرفت که 20 سال بعد در مقدمه‌اش بر چاپ آلمانی جنگ داخلی در فرانسه به دو خطابه مارکس درباره جنگ فرانسه و پروس اشاره می‌کند و تأکید می‌کند که انتشار مجدد این دو متن به این خاطر است که از نمونه‌های برجسته استعداد شگفت‌انگیز مؤلف آنها یعنی مارکس هستند که برای نخستین بار در تحلیل
18 برومر لوی بناپارت آشکار گردید، استعدادی که به مارکس اجازه داد تا خصلت، برد و نتایج الزامی رویدادهای بزرگ تاریخی را در همان لحظه‌ای که جلوی چشمان ما جریان دارد یا در هنگامی که از رخ دادنشان هنوز مدت زمان زیادی نمی‌گذرد، به روشنی درک کند. در ادامه این مطلب به این آثار مارکس باز خواهیم گشت، اما اینجا مایلم یادآوری کنم که خیلی دوست داشتم یادداشت‌هایم درباره کمون پاریس را یک جا منتشر کنم، اما به دو دلیل، هم مشغله کاری و هم نیاز به تأمل بیشتر در لحظات و نقطه عطف‌های این اتفاق تاریخی و تاریخ‌ساز و شورانگیز، ترجیح می‌دهم ادامه مطلب را در بخش‌های مختلف ارائه دهم و در هر بخش روی یک یا چند لحظه و چند جلوه از این اتفاق تاریخی بسیار مهم تمرکز کنم. اجازه بدهید بخش اول و مقدماتی این مطلب را با بیانیه‌ای به پایان برسانم که مارکس در کتاب جنگ داخلی در فرانسه به این صورت آورده است. در سپیددم 18 مارس، پاریس با شنیدن فریاد رعداسای زنده باد کمون از خواب بیدار شد. ببینیم این کمون چگونه چیزی است. این ابوالهولی که شنیدن نام آن خاطر بورژواها را آشفته می‌سازد چیست؟ در بیانیه 18 مارس کمیته مرکزی چنین آمده بود: پرولترهای پایتخت که شاهد ناتوانی‌ها و خیانت‌های طبقات حاکم بودند، دریافتند که ساعت موعود برای آنکه آنان با به دست گرفتن زمام امور کشور را از وضع فعلی برهانند، فرا رسیده است. پرولتاریا دریافت که وظیفه اجتناب ناپذیر و حق مطلق اوست که سرنوشت خیش را خود به دست گیرد و با تملک قدرت پیروزی این سرنوشت را تضمین کند. خب، روشن است که سوالات زیادی در همین چند سطر مطرح می شود. 18 مارس چه روزی است و چه اهمیتی دارد؟ کمیته مرکزی چه ارگان و نهادی است؟ طبقه حاکم چه شکل سیاسی داشت و خیانت‌های طبقه حاکم چه ها بودند؟ وضع فعلی چه بود؟ طبقه کارگر چگونه سرنوشت خیش را به دست گرفت؟ سرنوشت این تلاش طبقه کارگر چه بود؟ همه اینها سوالاتی هستند که تأمل در پاسخهایشان کمک می کند تصویر زنده و روشنی از کمون پاریس و جایگاه تاریخیش، درسهایش برای مبارزه طبقه کارگر با هدف رهایی خود و جامعه و اهمیت سیاسی و تاریخی این واقعه مهم برای تلاش به خاطر آزادی و برابری داشته باشیم. تکوین یک جنگ طبقاتی در متن یک جنگ ملی. کمون پاریس ردی در آسمان بی ابر نبود. مثل خیلی از انقلاب‌ها، کمون پاریس هم در متن یک جنگ ملی میهنی شکل گرفت که طبقات حاکم در پروس به زمامداری بیسمارک ملقب به صدر اعظم آهنین و در فرانسه به زعامت ناپلئون سوم راه انداخته بودند. در مقطع کمون پاریس، اگرچه بخش مهمی از ترکیب جمعیتی فرانسه متعلق به دهقانان و اقشار خردپای پیشه‌ور و دکاندار و غیره بود، اما پاریس با جمعیت قریب به 2 میلیون نفر، یکی از صنعتی‌ترین شهرهای این مقطع و محل کار و زندگی و البته اعتراضات صدها هزار کارگر متمرکز در مراکز صنعتی بود. کارگرانی که علی‌رغم شرایط مشقت‌بار کارشان در فقر دهشتناکی به سر می‌بردند. کارگرانی که چه در دوره سلطنت لوی فیلیپ به سرکردگی اشرافیت مالی، چه در دوره جمهوری‌های بعدی و بعداً تحت زعامت امپراتوری ناپلئون سوم قیام‌های بزرگی را راه انداخته بودند و در ادامه همه این قیام‌ها این شاخه‌های مختلف سرمایه‌داری فرانسه بودند که در قالب‌ها و اشکال مختلف سیاسی مثل سلطنت، جمهوری و امپراتوری به قدرت می‌رسیدند. لازم نیست در جزئیات وارد پاسخ این سوال بشویم که زمینه‌های اقتصادی و سیاسی جنگ میان پروس و فرانسه چه بود. همینقدر لازم است که تأکید کنیم هر دو طرف به این جنگ نیاز داشتند. برای طرف پروس علاوه بر مشکلات داخلی، جنگ با فرانسه لازم بود تا صدر اعظم آهنین با کشورگشایی و الحاق دو منطقه از فرانسه یعنی آلزاس و لورن و تأمین اتحاد پروس و اتحادیه آلمان شمالی به نیاز تشکیل امپراتوری آلمان پاسخ دهد. و فرانسه به این جنگ نیاز داشت تا امپراتور ناپلئون بناپارت در رأس سرمایه‌داری فرانسه با سلاح میهن در خطر است به جنگ کارگران همان میهن برود.
کارگرانی که مخصوصاً در نیمه قرن 19 با قیام‌های وسیع کارگری و انقلابات 1848 شبح خوفناک قدرتگیری طبقه کارگر را بالای سر اقلیت حاکم فرانسه و همچنین اروپا چرخانده بودند. اینجا هم مثل اغلب جنگ‌های ملی و میهنی، مسئله هیچ کدام از میهن پرستان حاکم در دو طرف این جنگ منافع شهروندان پروسی و فرانسه نبود. جدا از نیازهای کشورگشایانه که هر امپراتوری به آن نیاز دارد، مسئله اساسی و مشترکشان این بود که در متن هیجانات و احساسات و نفرت ملی مهندسی شده شبحی را شکست دهند که مخصوصاً انقلابهای 1848 بر فراز سر همه کشورهای اروپایی به گردش درآورده بود و هر آن می توانست در پروس و فرانسه طبقات حاکم را به طور جدی با بحران حکومتی مواجه سازد. در متن این جنگ به اصطلاح میهنی می بایست تکلیف جنگ طبقه کارگر و توده های محروم میهن علیه طبقه سرمایه دار میهن روشن شود. در چنین شرایطی بود که در 19 جولای 1870 دقیقاً 8 ماه پیش از اعلام موجودیت کمون پاریس، ناپلئون سوم علیه پروس اعلان جنگ کرد. بیسمارک این اعلان جنگ را در هوا قاپید چون او هم به چنین جنگی نیاز داشت. در زمان کوتاهی محاسبات نظامی ناپلئون غلط از آب درآمد. ارتش پروس پیشروی کرد. خود ناپلئون همراه ژنرال‌هایش اسیر شد. وقتی در 4 سپتامبر 1870 تسلیم ناپلئون به بیسمارک به گوش کارگران در پاریس رسید، کارگران و سایر شهروندان معترض پاریس به خیابان‌ها ریختند و قوه قانونگذاری وقت را مجبور کردند پایان امپراتوری را اعلام کنند و دولت دفاع ملی تشکیل دهد. در واقع طبقه کارگر پاریس که گوشت دم توپ سرمایه‌داری فرانسه شده بود، علیه این طبقه و سردسته‌اش یعنی ناپلئون بناپارت قیام کرد و عملاً این جنگ میهنی از طرف ناپلئون به شعله‌ور شدن جنگ طبقاتی علیه خود ناپلئون و طبقه حاکمی تبدیل شد که او می‌خواست موقعیتش را مستحکم‌تر کند. در این مقطع همه پاریسی‌های قادر به حمل سلاح در یک نیروی مسلح مردمی به نام گارد ملی متشکل شده بودند. اکثریت گارد ملی را کارگران تشکیل می‌دادند. خیلی زود تضاد منافع کارگران و گارد مسلحشان با حکومت و دولت دفاع ملی‌اش آشکار شد. به زودی معلوم شد که هدف دولت دفاع ملی به سرکردگی تیر، یعنی همان کسی که بعداً قتل عام پاریس را سازمان داد، اخراج پروس از فرانسه و دفاع از ملت نیست. برعکس هدفش این است که رسالت شکست خورده ناپلئون علیه کارگران را این بار زیر پرچم جمهوری به انجام برساند. در ماه‌های سپتامبر و اکتبر 1870 و بعد از شکست‌های پیاپی ارتش فرانسه به رهبری دولت دفاع ملی، محاصره طولانی پاریس آغاز شد. 6 ماه تمام پاریس کارگران، پاریس تهی‌دستان با قحطی و گرسنگی دست و پنجه نرم کرد، طوری که مردم مجبور شدند برای رهایی از مرگ به خوردن گوشت اسب و سگ و گربه و موش و حیوانات باغ وحش پناه ببرند. در چنین شرایطی کارگران پاریس و بخش‌های رادیکال گارد ملی مجدداً شورش می‌کنند، شهرداری را اشغال می‌کنند و دولت دفاع ملی را بی‌اعتبار اعلام می‌کنند. همانطور که قبلاً خواهان پایان امپراتوری شده بودند، این بار خواهان پایان حیات دولت دفاع ملی می‌شوند. دولتی که به نام دفاع ملی درباره حفظ هر وجب از سرزمین میهن و هر تک سنگر از سنگرهای میهن رجزخوانی کرده بود، برای مقابله با شورش گرسنگان و خیزش کارگران به معاملات کثیفش با بیسمارک علیه کارگران پاریس سرعت می‌بخشد. کارگران دست بر نمی‌دارند و دولت را مجبور می‌کنند کنارگیری کند و برای انتخابات کمون برنامه ریزی کند. اما دولتی که نگران قدرتگیری کارگران است زیر قولش می زند. شهرداری مرکزی را با خشونت تمام اشغال می کند تا بر شهر پاریس مسلط شود. کارگران بی سلاح را کشتار می کند و عملاً برای تسلیم پاریس به پروس دست به کار می شود. و بالاخره دولت دفاع ملی با یک معامله در ژانویه 1871 پاریس را بعد از مدت طولانی مقاومت در مقابل تهاجم پروس تسلیم بیسمارک می کند و به این ترتیب وظیفه ملی و میهنیش را به فرجام می رساند. در این شرایط پاریس کارگران هنوز مسلح است. گارد ملی سلاح‌های خود را در اختیار دارد. همانهایی که مقاومت در مقابل ارتش بیسمارک را سازمان داده بودند، قصد دارند در مقابل دسیسه‌های دولت دفاع ملی هم مقاومت کنند.
حکومت قبل از متوسل شدن به یورش مسلحانه نهاییش به کارگران پاریس سعی می کند با راه انداختن یک مجلس ملی به معاملاتش با بیسمارک مشروعیت ملی ببخشد و یورش نهاییش علیه کارگران را این بار به نام فرانسه و مردم فرانسه پیش ببرد. در 8 فوریه در شرایط بیخبری کل کشور انتخابات برگزار می شود و مجلس ملی جدیدی افتتاح می شود. این بار آدولف تیر به عنوان منتخب این مجلس و به عنوان رئیس قوه مجریه زمام امور را به دست می گیرد. معاهده صلح میان تیر و بیسمارک طوری پیش می رود که هر دو طرف به اهدافشان از این جنگ میهنی برسند. آلزاس و لورن به پروس واگذار می شوند. قرار است 5 میلیارد فرانک غرامت جنگی از جیب مردم فرانسه به جیب بیسمارک ریخته شود و در مقابل برنامه این است که بیسمارک قریب 100,000 سرباز ارتش فرانسه که اسیر در دست دولت بودند تحویل دولت تیر بدهد. سربازانی که قرار بود میهن را از تجاوز بیسمارک نجات دهند اکنون قرار است کارگران همان میهن را به کمک دشمن خارجی یعنی بیسمارک به خاک و خون بکشند. در متن این معامله ملی میهنی از یک طرف و دسیسه های دولت علیه کارگران پاریس گارد ملی شورش می کند. یک کمیته مرکزی برای دفاع از پاریس هم در مقابل ارتش پروس و هم در مقابل تعرض حکومت تیر تشکیل می دهد. دولت تیر چه کار می کند؟ تجربه گرانبهای همه طبقات حاکم تا کنون را به کار می برد. خلع سلاح کارگران، خلع سلاح گارد ملی که عملا نیروی مسلح کارگران و معترضین پاریس بود و به این ترتیب 18 مارس نقطه عطف تاریخی کمون پاریس فرا می رسد. در 18 مارس آدولف تیر همون کسی که به نام جمهوری رسالت امپراتوری ساقط شده را پیش می برد سربازان ارتش منظم را به تپه مونت‌مارتر اعزام می کند تا 400 اراده توپ متعلق به گارد ملی را که به هزینه زحمتکشان پاریس تهیه شده بود مصادره و در اختیار ارتش تیر قرار دهد. دو ژنرال بیرحم ارتش، ژنرال مارتن لکنت و لئونارد کولمان توامن رهبری عملیات را به عهده دارند. مردم زحمتکش پاریس و در پیشاپیش آنان زنان کارگر و زحمتکش جانانه در مقابل سربازان می ایستند. ژنرال لکن فرمان آتش می دهد و از سربازان می خواهد زنان و مردان مدافع را به رگبار ببندند. زنان از سربازان می خواهند به سینه خواهران و برادران و همشهری هایشان تیراندازی نکنند. سربازان لوله های تفنگ هایشان را روی زمین می گیرند. از اجرای فرمان آتش خودداری می کنند و به جای تیرباران کارگران و زنان و مردان مدافع خود ژنرال را در مقابل دیوار می گذارند و تیرباران می کنند. در واقع 18 مارس آغازی بود برای تبدیل کردن جنگ میهنی سرمایه‌داران پروس و فرانسه به جنگ داخلی کارگران پاریس با دولت سرمایه‌داری خودی و متحدش یعنی پروس. متعاقب این روز حکومتی که از تمرد سربازانش در مقابل ژنرال‌هایش و پیوستنشان به کارگران وحشت زده شده بود، حکومتی که جسارت کارگران در حفظ سلاح‌هایشان را نشانه ای از عزم کارگران در راه انداختن یک نبرد طبقاتی علیه سرمایه‌داری حاکم در میان یک جنگ میهنی میان سرمایه‌دارها را دیده بود، تصمیم گرفت به سرعت خود را جمع جور کند و همراه و همگام و در اتحاد با نیروهای پروس پاریس کارگران را به زانو در بیاورد. حکومت ورسای را به عنوان مرکز سازماندهی ارتجاع در مقابل پاریس اوسیانگر انتخاب کرد. همه نیروهایش ارتش و پلیس و ژاندارمری و وکلا و وزرا و جاسوسان و شکنجهگران و مزدورانش را به ورسای برد تا به تصور خودش پاریس را در یک خلأ سیاسی و اداری و امنیتی و اقتصادی رها کند و در فرصت مناسب با یک یورش نظامی کار پاریس را که علیه نظم حاکم قیام کرده بود یکسره کند. از 18 مارس به بعد ورسای سرمایه‌داری در اتحاد با بیسمارک از یک طرف و کارگران پاریس و گارد ملیشان از طرف دیگر وارد یک جنگ علنی می شوند. کارگران پاریس این بار رسماً در مقابل دو دشمن خارجی و داخلی که در قالب یک دشمن متحد طبقاتی ظاهر شده اند می جنگند. فرانسه و پروس متحدن در مقابل پاریس کارگری و تلاش و مبارزهشان برای یک زندگی انسانی صف کشیدند و پاریس کارگری عزم راسخ دارد در مقابل این دشمن طبقاتی متحد مقاومت کند. در بخش‌های بعدی به انترناسیونالیسم کارگری و انسانی کمون پاریس
در مقابل ناسیونالیسم دو دولت در حال جنگ و اتحاد این دو ناسیونالیسم در مقابل طبقه کارگر فرانسه و مقاومت و مبارزه با شکوه کارگران پاریس با این دو دشمن باز خواهیم گشت. اینجا مایلم با یک اشاره به کرونولوژی کمون پاریس این بخش را خاتمه بدهم. در 18 مارس پاریس کارگران آنقدر هوشیار بود که اجازه نداد جنرال های بیرحم حکومت خلع سلاحشان کنند. اما هنوز کمون پاریس به مثابه دولت کارگران و شهروندان انتخاب نشده بود. هنوز کمون پاریس رسما اعلام موجودیت نکرده بود. 8 روز بعد در 26 مارس کمون پاریس انتخاب می شود و 2 روز بعد در 28 مارس کمون پاریس رسما اعلام موجودیت می کند. برای اولین بار در تاریخ طبقه کارگر می تواند اگرچه در یک شهر و برای مدت بسیار کوتاهی قدرت سیاسی را مستقیما به دست بگیرد و رسما آن را اعلام کند. کمون پاریس ناگزیر بود در این حال هم مقابله با محاصره و اشغال پاریس توسط بیسمارک و هم مقابله با نیروهای ارتجاع فرانسه مستقر در ورسای و هم اداره شهر در محاصره را همزمان پیش ببرد. اگرچه عمر کمون پاریس بیشتر از 2 ماه نبود، اما در همین مدت کوتاه توانست تغییرات شگرفی در زندگی یک شهر 2 میلیونی به وجود بیاورد. تغییراتی که از بزرگترین، شکوهمندترین و ماندگارترین تحولات قرنهای گذشته است و به خاطرش بشریت آزادی خواه و برابری طلب همه انسانهایی که برای حرمت و کرامت و سعادت و خوشبختی همه انسانها احترامی قائلند باید در مقابل این تلاش و ابتکار و کاردانی و فداکاری کارگران پاریس به احترام بلند شوند. این تغییرات چه ها بودند که همه ادعاهای بشردوستانه تاریخ تا کنون در مقایسه با آن رنگ می بازند. هر علاقه‌مندی با یک مراجعه ساده و کوتاه به ویکی‌پدیا می تواند با لیست اقدامات کمون پاریس آشنا شود. اما اقدامات کمون پاریس فقط یک لیست ساده نیست. هر تک تغییری که کمون پاریس مبتکرش بود جلوه ای از این حقیقت بود که اگر دنیا حتی برای مدتی کوتاه از دست چپاولگران سرمایه خارج شود و به دست طبقه بیفتد که همه اسارتها و تحقیرها و ستمها را یک جا در خود متمرکز کرده است، چه نتایج شگرف و شکوهمند و سزاوار احترامی میتواند داشته باشد. در ادامه این مطلب به این اقدامات و تغییرات به یادماندنی و قابل احترام کمون پاریس خواهیم پرداخت. 26 مارس 2019 به یاد کمون پاریس به مناسبت 148 سالگرد کمون پاریس بخش سوم اقدامات کمون پاریس 2 ماه و 1 دنیا دستاورد. به راستی هم که تغییرات انجام شده توسط کمون در پاریس معجزه آسا بود. گویی کمترین نشانی از آن پاریس هرزه دوره امپراتوری به چشم نمی‌خورد. این پاریس دیگر میادگاه زمینداران بریتانیایی، مالکان ایرلندی هرگز شبی در ایرلند به سر نبرده، برده فروشان سابق و معامله چیهای آمریکا، مالکان سابق رعایای وابسته به زمین روسی و نجبای عرازلش نبود. دیگر جسدی در سردخانه دیده نمی شد. شنیده نمی شد که در و پنجره خانه کسی را شبانه شکسته باشند. مارکس، جنگ داخلی در فرانسه. فقط در صورتی می توان به عمق و اهمیت تاریخی اقدامات کمون پاریس پی برد که در نظر بگیریم کمون پاریس فقط 2 ماه فرصت داشت. آن هم 2 ماهی که شهر پاریس از یک طرف در محاصره ارتش پروس یعنی امپراتوری آلمان بود و از طرف دیگر زیر بمباران شدید ارتش مرتجعینی بود که قبلا از پاریس به ورسای عقب نشینی کرده بودند و پاریس را شبانه روز می‌کوبیدند. در چنین شرایطی بود که کمون پاریس میبایست در عین حال هم در مقابل محاصره ارتش آلمان مقاومت میکرد، هم با بمباران شبانه روزی مرتجعین ورسای مقابله میکرد و هم به نیازهای انسانی یک شهر بزرگ قحطی زده پاسخ میداد و بالاخره در متن این آشفتگی نظامی و سیاسی و در هم ریختگی اقتصادی اقدامات اصلاحی مهمی در عرصه‌های مختلف زندگی انجام میداد. به این وضعیت باید اضافه کرد که دولت دفاع ملی یعنی همان دولتی که به نام دفاع ملی وارد معاملات سیاسی با بیسمارک علیه مردم فرانسه و کمون پاریس شده بود وقتی به ورسای عقب نشینی می‌کرد تا می‌توانست امکانات مالی و لوجستیکی و اداری و تخصصی شهر را با خود برده بود تا کمونارها را از همه امکانات اداره یک شهر محروم کند.
علی‌رغم این شرایط، اقدامات کمون پاریس در زمینه حقوق شهروندان آنچنان قدرتمند، برجسته، خیره کننده، شفاف، مبتکرانه و بی سابقه، آری نه کم سابقه بلکه بی سابقه بود که تبلیغات خصمانه دشمنان طبقاتیش در مقابل آن رنگ می بازد. من اینجا می خواهم خیلی کوتاه به اقدامات کمون به تفکیک بپردازم. اقدامات سیاسی. اداره شورای جامعه به جای حکومت بالای سر و در مقابل شهروندان. کمون پاریس اولین قیام کارگری نبود. در همه انقلابات جهان سرمایه‌داری پیش از کمون پاریس کارگران حضور داشتند، اما هر بار بر دوش مبارزه کارگران قدرت سیاسی به دست شاخه‌های مختلف خود طبقه سرمایه‌دار و احزابش افتاده است. امپراتوری ها و سلطنت ها و جمهوری های مستقر شده اند که هر کدام به شکلی سلطه طبقاتی سرمایه بر کار و بر این اساس طبقه سرمایه دار بر کل جامعه را سازمان داده اند. اما کمون پاریس اولین انقلاب کارگری بود که طی آن طبقه کارگر به همراه و در رأس توده های محروم و اقشار خرده پا خود قدرت سیاسی را به دست گرفت و شکل تماما نوینی از مناسبات سیاسی میان شهروندان به وجود آورد. کمون پاریس در مقابل شکل نمایندگی تا آن مقطع شناخته شده، شکل جدیدی را کشف، شاید بهتر بگوییم اختراع و مستقر کرد. قبل از هر چیز، خدمت نظامی اجباری، ارتش و نیروی انتظامی را منحل اعلام کرد و به جایش نیروی مسلح مردمی را سازمان داد که در آن همه شهروندان می توانستند برای دوره‌ای حضور داشته باشند. به جای بوروکراسی عریض و طویل با مقامات پردرآمد که همچون انگل از شیره جان جامعه عملاً از ثروت خلق شده توسط کارگران ارتزاق می کردند و به جامعه هم پاسخگو نبودند، کمون اداره جامعه را به یک امر ساده تبدیل کرد که همه می توانند در آن شرکت کنند. به جای الیت سیاسی که کاری جز سازمان دادن چپاول ثروت خلق شده توسط کارگران نداشت، خود همان کارگران و شهروندان اداره زندگی خود را به دست گرفتند. کمون اعلام کرد همه مسئولین اداره جامعه در همه عرصه‌های زندگی اقتصادی، سیاسی، آموزشی و فرهنگی و قضایی و نظامی باید انتخاب شوند و مهمتر از این، و این بسیار مهم است، هر لحظه قابل عزل توسط انتخاب کنندگان باشند. این یک ابتکار و نوآوری سیاسی بود که می توانست یک تضمین عملی در مقابل تبدیل شدن انتخاب شوندگان از مسئولین در خدمت جامعه به مقاماتی بالای سر و در مقابل جامعه به وجود بیاورد. کمون حقوق‌های کلان و درآمدهای متنوع جانبی مقامات مثل رشوه، کمیسیون و پاداش‌های کلان تحت عناوینی که عملاً ناظر به هیچ مسئولیتی نبود را لغو کرد و اعلام کرد که حقوق دریافتی هر مسئول منتخب نباید بالاتر از حقوق یک کارگر باشد. کمون با این ابتکار مانع تبدیل شدن مسئولیت نمایندگی در خدمت جامعه به یک مقام سیاسی پردرآمد در مقابل انتخاب کنندگان شد. کمون با این اقدامات ساده مخصوصاً حق عزل نماینده منتخب هر زمان که انتخاب کننده بخواهد، الگوی جدیدی در مقابل نظام‌های تاکنونی پارلمانی ارائه کرد. در نمایندگی نوع پارلمانی، نماینده عملاً از مردم مشروعیت می گرفت تا برای مدت طولانی همون مردم را از دخالت در تصمیمات مربوط به زندگیشان محروم کند و به جای آنها تصمیم بگیرد و در قبال تصمیماتش کسی نتواند تا 4 یا 5 سال سلب نمایندگی کند. به این ترتیب نماینده عملاً برای مدت طولانی در مقابل انتخاب کنندگان مسئولیت پارلمانی پیدا می کرد. الگوی کمون این امکان را فراهم کرد که شهروندان انتخاب کننده هر لحظه متوجه شدند نمایندهشان خطا می کند و علیه منافعشان تصمیم می گیرد عزلشان کند. با روش کمون کارگران و همه شهروندان توانستند حق دخالت فعال و بدون تعطیل در اداره زندگیشان را به دست بیاورند. اقدامات اقتصادی. اقدامات کمون برای بهبود زندگی کارگران و اقشار محروم و پایمال شده. پایان دادن به جریمه کارگران. می دانیم که دستمزد
معادل پولی بخش بسیار کوچکی از ثروت خلق شده توسط خود کارگران است که به کارگران پرداخت می شود تا خود و خانوادهشان زنده بمانند و به سیکل تولید ارزش اضافی برای طبقه سرمایه دار برگردند. سرمایه داران همیشه تلاش کردند به انواع مختلف از همین دستمزد هم دزدی کنند. در مقطع کمون پاریس دست سرمایه داران باز بود تا به بهانه‌های مختلف کارگران را جریمه کنند و بخشی از دستمزدشان را چپاول کنند. کمون به این تعرض و تعدی آشکار طبقه سرمایه دار نقطه پایان گذاشت. فقط جنبش کارگری و انقلاب کارگری مثل کمون پاریس، البته با اتکا به این تجربه و رفع همه نقایصش، می تواند نه تنها به این تعدی آشکار طبقه سرمایه دار به حتی دستمزد کارگران نقطه پایان بگذارد، بلکه به کل این بردگی مزدی برای همیشه خاتمه دهد. تعطیلی گروخانه ها. تعداد زیادی از کارگران و اقشار خردپا برای تأمین نیازهای ابتدایی زندگیشان، وسایل و ابزار کار و هر امکاناتی که داشتن را در گروخانه ها به گرو می گذاشتن تا از خطر مرگ از گرسنگی رها شوند. گروخانه هایی که عملا در نقش ابزاری برای اخاذی و خالی کردن جیب کارگران و محرومین عمل می کردن. کمون این گروخانه ها را تعرض به حقوق و حیثیت و حرمت شخصی کارگران و متناقض با حق کارکنان بر ابزار کار خود اعلام کرد و دستور داد همه این گروخانه ها تعطیل شوند و همه اموال به گرو گذاشته شده در گروخانه ها و بانک های رهنی آزاد شوند و به صاحبانشان برگردانده شوند. تعویق پرداخت بدهی ها و لغو بهره های نزولخواران بانکی. جامعه سرمایه‌داری نه تنها تلاش می‌کند دستمزد کارگران را در پایین‌ترین سطح ممکن نگه دارد، نه تنها به همین دستمزد اعلام شده کارگران هم به طرق مختلف از جمله جریمه حمله می‌کند، بلکه به اشکال مختلف کارگران را بدهکار نظم حاکم نگه می‌دارد. کارگرانی که دستمزدشان کفاف زندگی خود و خانوادهشان را نمی‌دهد، ناگزیر می‌شوند بدهکار بانک‌ها و مؤسسات وامدهی سرمایه باشند. ناگزیر می‌شوند بخشی از دستمزد خود را در شکل بهره این وام‌ها تحویل چپاولگران حاکم دهند تا ماه را به سرانجام برسانند. کمون دستور داد نه تنها سررسید کلیه بدهی ها تا 3 سال دیگر به تعویق افتد، بلکه همچنین بهره و نزول این بدهی ها هم تا 3 سال دیگر لغو شود. کارگران حق دارند استراحت کنند. نانواها در پاریس 1871 سمبل کار طولانی و مشقتبار و سخت بودند. کمون پاریس دستور داد کار شب نانواها ممنوع شود و عملاً در همان عمر کوتاهش به این رنج و مشقت نانوایان پایان داد. کار و تأمین معیشت حق شهروندان است. در مقطع تشکیل کمون پاریس، پلیس و نیروهای سرکوبگر کنترل کاریابی را در دست داشتند. پلیس که رسماً و عملاً ارگان سرکوب شورش‌های کارگری بود، در عین حال در نقش اداره کاریابی عمل می‌کرد. این نقش به پلیس محول شده بود چون دستش را برای جاسوسی و کنترل و سرکوب باز می‌گذاشت. کمون پاریس اداره کاریابی را از کنترل پلیس و نیروهای سرکوب درآورد و به دست نمایندگان در شهرداری‌های ناحیه‌های مختلف پاریس سپرد. دسترسی به مواد غذایی حق شهروندان است. در حالی که فقر و گرسنگی بیداد می‌کرد، در حالی که گرسنگان شهر در محاصره نیروهای پروس از یک طرف و نیروهای ورسای از طرف دیگر ناگزیر بودند از حیواناتی مثل موش، گربه و سگ رفع گرسنگی کنند، انبارهای پر از مواد غذایی در کنترل محتکران سرمایه‌دار و غیر قابل دسترس بود. کمون درب انبارها را باز کرد و مواد غذایی انبار شده را مصادره کرد و در میان مردم گرسنه تقسیم کرد. آزادی‌های سیاسی. حکومت ورسای یک نظام جاسوسی و کنترل و تفتیش عقاید وسیعی را انداخته بود، مانع از آزادی‌های سیاسی مثل فعالیت تبلیغی و سیاسی و انتشار روزنامه و غیره می‌شد. دست ژاندارم‌هایش را برای سوزاندن و از بین بردن نشریات منتشر شده در پاریس باز گذاشته بود.
نامه‌ها و پست‌های رسیده از پاریس را کنترل می‌کرد، حتی مانع تجمع نمایندگان شهرهای مختلف در فرانسه می‌شد و کلاً تا هر کجا که دستش می‌رسید، راه‌های تنفس سیاسی را می‌بست. کمون پاریس که امکان عملی اقدامات مشابه علیه روزنامه‌های دشمن را داشت، تا می‌توانست از آن اجتناب کرد. تا آنجا که به شهروندان پاریس در محاصره مربوط است، دوران کوتاه حیات کمون پاریس سرشار از بحث و اظهار نظر و انتشار روزنامه و فعالیت‌های سیاسی و بروز خلاقیت‌های سیاسی و ادبی بدون سانسور و ممیزی و تفتیش و کنترل فکری و سیاسی بود. مقابله با اعدام. انقلاب کبیر بورژوایی فرانسه گیوتین را تحویل جامعه داد، دستگاهی که به مثابه بهترین ابزار قتل در خدمت کشتار به کار گرفته شد. انقلاب کارگری فوراً به سراغ این سمبل توحش سرمایه‌داری رفت. به ابتکار کمون، این ماشین جنایت در میدان بزرگی از پاریس، در مقابل مجسمه ولتر و در میان شور و شوق و شادی شهروندان سوزانده شد. کمون با این کار دست به تاریخی ترین اقدام علیه اعدام، یعنی قتل عمد دولتی زد. دست مذهب و کلیسا از زندگی مردم کوتاه. کشیش‌ها را به آرامش بازنشسته شدن و پرداختن به زندگی خصوصی برگرداندند تا همانند پیشینیان خود، یعنی حواریان، با اتکا به صدقات و نذورات مؤمنان معاش خود را بگذرانند. مارکس، جنگ داخلی در فرانسه. کمون مذهب و دین را امر تماماً شخصی و خصوصی اعلام کرد و دست دین و کلیسا را از نهادها و سازمانهای دولتی، از سیستم قضایی و آموزشی کوتاه کرد. برای تحقق این امر کمون هر گونه کمک مالی، هر گونه کمک دولتی به کلیساها را و مقاصد مذهبی در هر شکل آن را ممنوع کرد. تمام اموال کلیساها را که از چپاول ثروت جامعه بالا کشیده بودند و از قبلش به مالکین بزرگ تبدیل شده بودند را به نفع رفع نیازهای جامعه مصادره کرد. آموزش و پرورش و مدارس را از تسلط کلیسا و مذهب رها کرد. مقرر کرد که هر چیزی که به حوزه وجدان فردی تعلق دارد و البته اینجا مشخصاً و اساساً دین مورد نظر است، باید از محیط‌های آموزشی کنار گذاشته شوند. کمون دستور داد هر گونه نشانه، تصویر، دوگم و دعای مذهبی از مدارس بیرون رانده شوند. کمون آموزش مجانی رها از دست درازی مذهب را حق ابتدایی همه شهروندان، زن، مرد، کودک و پیر، فرانسوی و غیر فرانسوی، کارگر و غیر کارگر اعلام کرد. توجه کنید که بعد از قریب 150 سال از کمون پاریس در خود همین فرانسه تازه استفاده از نشانه های مذهبی در مدارس ممنوع شده است. در کشورهای دیگر غرب حتی همین درجه از سکولاریزم کمون پاریس هم موجب حیرت و نگرانی محافل پارلمانی و دولت های حاکم می شود. پارلمان های به اصطلاح سکولار هنوز هم مشغول بحث های کشاف درباره این موضوع هستند که این نحوه برخورد به حضور مذهب در مدارس ممکن است به ریش و قبای مرتجعین بر بخورد و آنها را آزرده خاطر کند. حضور و دخالت مذهب و کلیسا و مسیحیت را در سیستم قضایی و قانونگذاری، دادگستری و قضاوت ممنوع کرد. کمون پاریس برای رهایی از دخالت دین در زندگی عمومی مردم به آموزش و مدارس اکتفا نکرد. سراغ یکی از مهمترین عرصه‌های زندگی اجتماعی رفت که مذهب آن را ملک مطلق خود می‌دانست. کمون قانونگذاری و قوانین و قضاوت را از دست درازی مذهب مسئول کرد و می‌دانیم که این آن عرصه است که از طریق آن به خاطر حضور مسلط مذهب و کلیسا گسترده ترین جنایت ها در حق توده های ستم دیده اعمال شده است. محراب ندامت را تخریب کرد. محراب ندامت دیگر چه عجوبه است؟ محراب ندامت را سلطنت طلبان شکست خورده در انقلاب کبیر فرانسه برای استغفار و طلب آمرزش مردم از گناه اعدام لویی 16 هم ساخته بودند. در واقع محراب ندامت محلی بود برای انتقام سیاسی طبقه بورژوا از مردمی که علیه سلطنت لویی قیام کرده بودند. کمون با تخریب محراب ندامت طبقه حاکم را از یک امامزاده تحقیر و خودشکنی و آزار سیاسی و روانی مردم محروم کرد.
اقدامات دیگر کمون. کمون مقرر کرد که به همسران جانباختگان گارد ملی، یعنی همان نیروی مسلح مردمی، مستقل از اینکه در چه نوع رابطه ای قرار داشتند، مستمری پرداخت شود. از نظر کمون، جامعه در قبال این همسران مسئول است و حق کنکاش در زندگیشان را ندارد که آیا با همسرانشان ازدواج شرعی داشتند یا هر نوع رابطه دیگر. کمون با این کارش در حقیقت حق و حقوق زنان در جامعه را از نوع رابطه با همسرانش جدا کرد و به این معنا رابطه خارج از ازدواج را با ازدواج همتراز اعلام کرد. کمون مقرر کرد برای کودکان جانباختگان تا 18 سالگی مستمری پرداخت شود. اینجا هم تصریح کرد که این حق قطعی و طبیعی کودکان است که مستقل از اینکه این کودکان حاصل از چه نوع رابطه‌ای باشند، ازدواج یا خارج از ازدواج، مشمول این حق خواهند شد. کمون با این کارش در حقیقت حق و حقوق زنان در جامعه را از نوع رابطه با همسرانشان جدا کرد و به این معنا رابطه خارج از ازدواج را با ازدواج همتراز اعلام کرد. کمون مقرر کرد برای کودکان جانباختگان تا 18 سالگی مستمری پرداخت شود. اینجا هم تصریح کرد که این حق قطعی کودکان است، مستقل از اینکه این کودکان حاصل چه نوع رابطه‌ای باشند، ازدواج یا رابطه خارج از ازدواج. توجه کمون به بازماندگان جنگ علیه ارتجاع متمرکز در ورسای فقط مختص همسران و کودکان جانباختگان گارد ملی نبود. لیسا گاره در کتاب تاریخ کمون پاریس سخنان رئیس دبیرخانه نجات عمومی را به خاطر می آورد که گزارش کرده بود کمون برای 92 تن از همسران کسانی که مشغول کشتن ما هستند نان فرستاده است. زنان بیوه به هیچ حزبی تعلق ندارند. جمهوری برای همه درماندگان نان دارد و از همه یتیمان مراقبت می کند. باید در مقابل این درجه از انسانیت کمون پاریس و کمونارها کلاه از سر برداشت. کمون تلاش‌هایی را برای ایجاد نخستین مهد کودک‌ها در کنار کارخانه‌ها در دستور کار قرار داد. در بعضی از شهرداری‌ها تغذیه مجانی کودکان در مدارس آغاز شد. کمون به طور جدی به آموزش زنان و به ویژه تحصیل دختران توجه می‌کرد. برای تضمین حسن اجرای این تصمیمات کمیسیون‌هایی ایجاد کرد که همه اعضایش زن بودند. کمون در مقابل سری بودن تصمیمات قدرت حاکم تصمیم گرفت اصل شفافیت را اجرا کند و برای اجرای آن همه اقدامات و گفته‌هایش را منتشر می‌کرد و شهروندان را در جریان همه نواقصش قرار می‌داد. کمون ستون واندوم را به زیر کشید. ستون واندوم را بورژوازی فرانسه از توپ‌های ذوب شده بعد از فتوحات ناپلئون در دهه اول قرن 19 برپا کرده بود. این ستون مظهر شوینیست، برتری طلبی و نفرت ملی نژادی امپراتوری ناپلئون بناپارت بود. کمون که خود را جمهوری جهانی اعلام کرده بود، این سمبل نژادپرستی و برتری و تحقیر ملی را به زیر کشید و افتخار اعلام برابری انسانها را نصیب خود کرد. یک اقدام ویژه اقتصادی. کمون پاریس یک قدم مهم در زمینه انتقال مالکیت ابزار تولید به دست کارگران و جامعه و اداره شورایی کارخانه ها را برداشت. اعلام کرد لیست تمام کارخانه هایی که سرمایه داران و مالکینش یا فرار کردند یا عمدن با هدف تخریب شرایط برای کمون کارخانه ها را تعطیل کردند آماده شود و همه آنها توسط کارگران متشکل در تعاونی ها اداره شوند. درباره این اقدام ویژه کمون در بخش‌های بعدی صحبت خواهیم کرد. همینجا کوتاه یادآوری می‌کنم که از نظر مارکس این اقدام کمون گامی بود که می‌توانست آنچنان تحول یابد که به سمت پایان دادن به نظام سرمایه‌داری پیش برود. جدا از دستاوردها و درس‌های کمون پاریس برای جنبش کارگری و جنبش برای عدالت و آزادی و برابری که در بخش پایانی به آن خواهیم پرداخت، بحث مربوط به کمون پاریس ناقص خواهد بود اگر به دو جلوه بسیار مهم از دو ماه حضور کمون پاریس در زندگی مردم نپردازیم. 1. کمون و ناسیونالیسم. 2. کمون و خشونت. هر دوی این موضوعات نشان دهنده دو دنیای عمیقا متفاوت میان کمپ سرمایه‌داری از یک طرف و کمپ کارگران و کمون پاریسش از طرف دیگر است. اگر ورسای محل تمرکز طبقه سرمایه‌دار فرانسه به رهبری تیر
مظهر شوینیسم و ناسیونالیسم و خشونت و قساوت بود، پاریس کارگران و کمون پاریس مظهر عدالت، برابری، حقوق برابر شهروندان، جهان شمول بودن حق انسان ها و در یک کلمه مظهر رهایی بشریت از اسارت و نابرابری و خرافات مذهبی و ملی و غیره بود. در دو بخش بعدی به کمون پاریس و ناسیونالیسم، کمون پاریس و خشونت و در بخش پایانی به درس‌های کمون پاریس خواهیم پرداخت. به یاد کمون پاریس، به مناسبت 148مین سالگرد کمون پاریس، بخش چهارم، حقوق جهان شمول کمون پاریس در مقابل ناسیونال شوینیسم سرمایه داری. در 14 جولای 1870 ناپلئون سوم امپراتور فرانسه علیه پادشاهی پروس اعلان جنگ کرد. این جنگی بود که به نام ملت‌ها و البته مثل همه جنگ‌های ملی به دست سربازانی که معمولاً از اقشار محروم همان ملت‌ها هستند پیش برده شد. این جنگ مورد نیاز هر دو طبقه حاکم فرانسه و آلمان بود. هم ناپلئون در فرانسه و هم بیسمارک پادشاهی پروس به آن نیاز داشتند. هر دو طرف علاوه بر تحقق امیال کشورگشایانه‌شان برای در اسارت نگه داشتن اکثریت تهی‌دست دو ملت فرانسه و پروس، کارگران و کشاورزان و سایر اقشار خردپا به آن نیاز داشتند. این یک جنگ ملی و میهنی بود که مثل همه جنگ‌های مشابه بر دوش و از جیب کارگران و بخش اعظم مردم تهی‌دست دو ملت و میهن راه انداخته شد تا فضای سرکوب و اعتراضات و شورش‌ها فراهم شد. چگونگی آغاز، ادامه و پایان این جنگ برای هر علاقه‌مندی با جزئیات در دسترس است. آنچه مورد توجه این مطلب است، شکل گرفتن یک قیام کارگری در فرانسه و مشخصاً در پاریس در متن جنگ میان فرانسه و پروس و اتحاد طبقات حاکم در دو سوی این جنگ علیه همین قیام کارگری است. قیام طبقاتی پاریس همچنان که قبلاً یادآور شدیم در متن یک جنگ ملی شکل گرفت و نبرد فراموش نشدنی کومونارها همزمان با دو ارتش، ارتش پروس از یک طرف و ارتش دولت دفاع ملی فرانسه از طرف دیگر شکل گرفت. در این میان طبقات حاکم دو نیروی متخاصم متحد شدند تا خصم اصلی یعنی کارگران پاریس را که عزم کرده بودند سرنوشت خود را به دست بگیرند در هم بکوبند. جمهوری سوم فرانسه، ناسیونال شوینیسم بورژوازی. در تاریخ سیاسی فرانسه، جمهوری همیشه در نقش یک چتر سیاسی برای نمایندگی منافع اقشار مختلف طبقه سرمایه دار و اعمال حاکمیت کل این طبقه علیه کارگران نقش مهمی ایفا کرده است. لازم است در مفهوم تاریخی جمهوری و جمهوری خواهی در مقطع کمون پاریس کمی تأمل کنیم که به نام نماینده ملت در مقابل دشمن خارجی کارکرد عملیش تعیین تکلیف با دشمن طبقاتی داخلی و در اینجا مشخصاً کمون پاریس بود. مارکس در سه رساله مبارزه طبقاتی در فرانسه، هجده برومر لوی بناپارت و جنگ داخلی در فرانسه، محتوای سیاسی جمهوری خواهی طبقه سرمایه دار و اینکه جمهوری چگونه قالب سیاسی مناسبی برای اعمال قدرت طبقاتی همه اقشار سرمایه داری علیه طبقه کارگر فراهم می کند را به روشنی و مثل همیشه به نحو درخشانی برملا کرده است. اینها سه منبع مهمی در تاریخ نظریه سیاسی هستند که به نحوی بسیار شفاف و قدرتمند نقش و عملکرد جمهوری برای سرمایه داری در قرن 19 را تبیین می کند که البته برای دنیای معاصر هم سرشار از آموزش‌های سیاسی گرانبهایی است. به تبیین مارکس در کتاب 18 برومر لوی بناپارت، در همه این جمهوری‌ها و پارلمان‌هایشان ملت اراده همگانی خود را به صورت قانون درآورد و به عبارت دیگر قانون طبقه حاکمه را به صورت اراده همگانی خود درآورد که ماحصل سیاسیش چیزی نبود جز جمهوری طبقاتی که طالب کل نظام بورژوازی به استثنای تاج و تخت بودند. از انقلاب کبیر بورژوایی فرانسه در سال 1789 تا مقطع کمون پاریس، قدرت سیاسی میان اقشار مختلف بورژوازی فرانسه در قالب سلطنت و امپراتوری و جمهوری دست به دست شده بود
در مقطع انقلاب کبیر فرانسه، جمهوری خواهی جنبش سیاسی سرمایه‌داری نوپای فرانسه برای سهیم شدن در قدرت سیاسی بود. تلاش سیاسی طبقه‌ای بود که از لحاظ اقتصادی قدرت گرفته بود، اما از لحاظ سیاسی هنوز سهم متناسب با قدرت اقتصادیش را نداشت. در انقلابات بورژوایی همیشه این کارگران و کشاورزان و تهیدستان بودند که بر دوش اعتراضشان طبقات حاکم به قدرت می رسیدند. برای مثال در انقلاب کبیر فرانسه این سانس کلوت‌ها بودند که بر دوششان بورژواها به قدرت رسیدند. اما محتوای اجتماعی جمهوری‌ها و اینکه چقدر آمال و آرزوها و منافع این طبقات مختلف در جمهوری منعکس شود منوط به این بود که این اقشار و طبقات در چه سطحی متشکل و متحزب بودند و می توانستند منافع خود را در قدرت سیاسی نمایندگی کنند. هر چقدر از انقلاب کبیر فرانسه در 1789 فاصله بیشتری گرفته ایم، جمهوری دیگر فقط قالب سیاسی مورد نظر بورژوازی برای حضور مسلط در قدرت سیاسی نیست، بلکه زیر فشار اعتراضات و شورش‌ها و قیام‌های کارگری و حضور فعال جنبش کمونیستی، جمهوری ناگزیر می‌شود رنگ مطالبات و نیازهای طبقه کارگر و سوسیالیسم را در ظاهر هم که شده به خود بزند. یک ماه و نیم بعد از اعلان جنگ فرانسه علیه پروس، در دوم سپتامبر سال 1871 ناپلئون سوم در سدان تسلیم شد. وقتی ناپلئون تسلیم شد، کارگران و اقشار خردپای پاریس به خیابان‌ها ریختند و از مجلس ملی همان امپراتور خواستند که امپراتوری ناپلئون را پایان یافته و به جایش جمهوری اعلام کنند. دو روز بعد امپراتوری فرانسه پایان و جمهوری سوم فرانسه اعلام شد. جمهوری که با عنوان دولت دفاع ملی به رهبری تیر دست به کار شد که البته به قول مارکس عملاً دولت فرار ملی بود. در این جمهوری سوم آدولف تیر، سلطنت طلب سابق و جمهوری خواه وقت، به عنوان رئیس اجرایی جمهوری انتخاب شد. نقش او این بود که در بستر جنگ ملی با پروس، جنگ طبقاتی در فرانسه و اساساً در پاریس را مدیریت کند. یعنی قیام کارگران پاریس را با حمایت سرمایه‌داری پروس به رهبری بیسمارک در هم بکوبد. در اتحاد با دشمن خارجی تکلیف دشمن داخلی را معلوم کند و به عبارت دیگر در اتحاد با دشمن ملی خارجی تکلیف دشمن طبقاتی داخلی را یکسره کند. و به این ترتیب تیر که در رأس جمهوری سوم فرانسه شب و روز بر شیپور حفظ هر ذره از خاک میهن در مقابل دشمن خارجی میدمید، بخش اعظم خاک فرانسه را در اختیار همین دشمن خارجی قرار داد تا دشمن داخلی را در هم بکوبد. بیدلیل نبود که تیر جمهوری خواه و دار و دستش به تعبیر مارکس از همان هنگام اعلام جمهوری در پاریس نقشه تسلیم پاریس را در سر داشتند. اما به جای هشدار به مردم پاریس، بیانیه‌های پرآب و تاب صادر می‌کردند که هرگز تن به تسلیم نخواهند داد، که یک وجب از خاک و یک خشت از دژها را به دشمن نخواهند داد. می‌دانیم که علی‌رغم این بیانیه‌های سلحشورانه ملی و میهنی، دار و دسته جمهوری‌خواه تیر به نمایندگی از بورژوازی فرانسه و درست در حال اعلام علنی این بیانیه‌ها داشتند برای در هم کوبیدن دشمن داخلی با دشمن خارجی قرارداد صلحی را می‌بستند که بر اساس آن نه تنها یک وجب و یک خشت، بلکه منطقه بزرگی از فرانسه به پروس تسلیم شد. علت این حاتم بخشی جمهوری سوم به نمایندگی از بورژوازی فرانسه به دشمن خارجی چه بود؟ علتش پاریس کارگری بود که بر علیه دشمن داخلی، جمهوری سومی که اتفاقاً همدست دشمن خارجی بود، قیام کرده بود. علتش این بود که نگذارند پاریس کارگران سر بلند کند و پیروز شود. علتش این بود که اگر پاریس بر متجاوز پروسی پیروز می شد، این پیروزی می توانست به معنای پیروزی کارگر فرانسوی بر سرمایه‌دار فرانسوی و انگل‌های وابسته به وی در دولت باشد. در کشاکش این تعارض میان دفاع ملی و منفعت طبقاتی، حکومت دفاع ملی حتی یک لحظه هم تردید به خود راه نداد. تصمیم گرفت حکومت فرار ملی باشد. مارکس، جنگ داخلی در فرانسه.
مارکس در همین کتاب افشا می کند که وزیر امور خارجه دولت دفاع ملی تیر در فضای این بیانیه های پر آب و تاب ملی و میهنی در نامه ای اعتراف می کند که آنچه آنان در برابرش از خود دفاع می کردند سربازان پروسی نبودند بلکه کارگران پاریسی بودند. اولا حکومت دفاع ملی با تسلیم پاریس به دشمن نشان داد که حکومت مشترک تیر و بیسمارک بر کارگران پاریس است. جنگ و صلح بورژواها در مقابل قیام کارگران. در ماه ژانویه 1871 یعنی دو ماه پیش از آغاز جنگ داخلی در پاریس، تیر و بیسمارک همان دشمنانی که به نام میهن و ملت جنگ و کشتار راه انداخته بودند، وارد قرارداد صلحی شدند که هدفش رسیدن به اهدافی بود که اتفاقا به خاطرش جنگ را شروع کرده بودند. شرایط این صلح به خوبی نشان می‌دهد که هم جنگشان و هم صلحشان توطئه‌ای علیه دشمنی بوده است که هیچ نفعی در این جنگ نداشت. هدف به خون کشیدن جنبش کارگری و سوسیالیسم بود که در این مقطع کمون پاریس تجسم باشکوهش بود. هدف پایان دادن به قائله پاریس کارگران بود. قرارداد صلح طوری پیش رفت که هم پروس به اهدافش برای شکل دادن به امپراتوری آلمان برسد، هم بورژوازی فرانسه به جمهوریش برسد، بدون اینکه به خواست طبقه کارگر از جمهوری تن دهد و بالاخره خطر و شبح همیشگی طبقه کارگر و سوسیالیسمش را از بالای سر بورژوازی فرانسه و آلمان کنار بزند. آلزاس و لورن فرانسه به پروس ملحق شد. 5 میلیارد فرانک غرامت به بورژوازی فرانسه تحمیل شد که از جیب کارگران فرانسه تامین شود و به جیب بورژوازی پروس ریخته شود. اشغال دژهای پاریس توسط پروس ادامه پیدا کرد و در مقابل قرار شد سربازان بناپارت که قبلا در سدان و مدس اسیر شده بودند آزاد شوند و در اختیار دولت دفاع ملی قرار بگیرند تا قیام داخلی در پاریس را در هم بکوبند. سرکوب کمون پاریس برای بورژوازی پروس آنقدر مهم بود که قرار شد نخستین قسط غرامت جنگی بعد از آرام شدن پاریس یعنی سرکوب کامل کمون پاریس پرداخت شود. همه اینها روی چه حقیقت سیاسی تاکید می‌کنند؟ این حقیقت که وطن پرستی طبقه سرمایه‌دار از نوع پروسی یا فرانسوی و هر نوع دیگرش که به نامش ملت‌ها را به جان هم می‌اندازند و زندگی میلیون‌ها انسان را به خاک و خون می‌کشند، هیچ چیز نیست جز قدرتمند کردن سرمایه‌داری خودی در جنگ و رقابت با سرمایه‌داران بغل‌دستی و در یک سطح فراملی‌تر حفظ و تحکیم قدرت طبقاتی‌شان در مقابل شبح همیشه نگران کننده عصیان طبقه کارگر و تسخیر قدرت توسط این طبقه. جنگ بیسمارک و ناپلئون در تابستان 1870 پیش از کمون پاریس. صلح بعدی بیسمارک و تیر در بهار 1871 بعد از اعلام کمون پاریس. توطئه مشترکشان علیه قیام کارگران پاریس و کمون پاریس یکی از برجسته ترین جلوه های تاریخی این حقیقت سیاسی است که وطن پرستی بورژوازی و طبقه سرمایه دار جنگ و صلحشان به نام ملیت و میهن جنگی برای تأمین منافع طبقاتی مشترکشان است. به قول مارکس، این که می‌بینیم پس از وحشتناک‌ترین جنگ دوران مدرن مغلوب و غالب دست برادرانه به هم داده‌اند تا پرولتاریا را مشترکاً قتل عام کنند، به خوبی نشان می‌دهد که دیگر نمی‌توان سلطه طبقاتی را زیر یونیفرم ملی پوشیده نگه داشت، چون معلوم شده است که همه ی حکومت‌های ملی بر ضد پرولتاریا با هم یکی هستند. مارکس، جنگ داخلی در فرانسه. حقوق جهان شمول کمون پاریس در مقابل ناسیونال شوینیسم بورژوازی فرانسه و پروس. ستون واندوم. قبلا اشاره بار از واژگون کردن ستون واندوم صحبت کردیم. اینجا یک بار دیگر اگرچه کوتاه به آن می‌پردازیم. در حالی که طبقات حاکم پروس و فرانسه در اوج تهییج ملی و ناسیونالیستی و شوینیستی علیه همدیگر مشترکاً طرح قتل عام کارگران پاریس و پایان دادن به حیات کمون پاریس را می‌ریختند، در حالی که برای پایان دادن به قیام کارگران پاریس بیسمارک و تیر با هم قرارداد صلح می‌بستند،
در حالی که پاریس کارگران در محاصره و بمباران این دو نیروی متخاصم اما متحد علیه کمون پاریس بود، همین کمون پاریس در محاصره پرچم آزادی خواهی، برابری طلبی و انسانیت جهان شمول را برافراشت و ستون واندوم برجسته ترین سمبول نفرت و خصومت ملی و میهنی و نژادی قرن 19 سمبول شوینیسم امپراتوری فرانسه را در میان شور و شوق و شادی شهروندان پاریس به زیر کشید و به قول مارکس در برابر چشمان پروسی‌های فاتح از یک سو و ارتش بناپارتی زیر فرمان سرداران بناپارتی از سوی دیگر، ستون میدان واندوم، همان ستونی که به افتخار فتوحات ناپلئون در اول قرن 19 از ذوب کردن توپهای به غنیمت گرفته شده در این فتوحات ساخته شده بود که در رأسش مجسمه ناپلئون فاتح قرار داشت، این یادگار قولاسای افتخارات جنگجویانه، این سمبل نفرت نژادی و ملی را برانداخت. با این کارش کمون پاریس آغاز عصر نوینی در تاریخ بشریت را گرامی داشت. وزیر کار آلمانی مارکس در جنگ داخلی در فرانسه به اتفاق اشاره می کند که نمونه دیگری از اقدامات کمون پاریس در مقابل ناسیونال شوینیسم طبقات حاکم فرانسه و پروس بود. او با اشاره به این اتفاق عمق دغلکاری و فرومایگی و ریاکاری میهن پرستانی سرمایه‌داری فرانسه را با عبارات و کلماتی به یاد ماندنی این چنین به تصویر می‌کشد. بورژوازی در میان دو جنگ، یک جنگ خارجی که به علت خیانت خیش در آن باخته و یک جنگ داخلی که زائیده دسیسه چینی‌هایش با اشغالگر خارجی است، مهلتی یافته بود تا با ترتیب دادن حمله و هجوم‌های پلیسی برای به اصطلاح به دام انداختن آلمانی‌های مقیم فرانسه، نمایشی از میهن پرستی خیش را به راه اندازد. خوب دقت کنید، جنگ را ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه راه انداخته است. خودش تسلیم بیسمارک یعنی دشمن خارجی شده است. تیر نوچه جمهوری خواه همین امپراتور قرارداد صلح با همین دشمن خارجی را امضا کرده است و بخش مهمی از خاک فرانسه را به همین بیسمارک یعنی دشمن خارجی بخشیده است و حالا به نام به دام انداختن آلمانی های مقیم فرانسه نمایش میهن پرستی راه انداخته است. کمون پاریس در مقابل این شناعت و پلیدی ناسیونال شوینیستی چه کرد؟ مسئولیت کمیسیون کار، همان معادل وزارت کار، در ساختارهای بورژوایی را به یک کارگر یهودی مجاری آلمانی به نام لئو فرانکل سپرد. کارگری متولد مجارستان که 7 سال پیش از کمون پاریس مجبور شده بود در ارتش پروس خدمت کند. کارگری که از ناحیه 13 پاریس به عضویت کمون پاریس و به سرعت به عضویت کمیسیون کار کمون پاریس انتخاب شده بود. نقش این کارگر در کمون پاریس به خوبی نشان می‌دهد که او نه یهودی، نه مجار و نه آلمانی بود. لئو فرانکل یک شخصیت کارگری، کمونیست، انسان‌دوست و عمیقاً وفادار به آرمان‌های انسانی و برابری طلبانه و آزادی خواهانه کمونیسم و سوسیالیسم بود و به خوبی کمونارها را نمایندگی می‌کرد. او بود که مصادره کارگاه‌های مالکین فرار کرده و قرار دادن آنها در اختیار کارگران را پیشنهاد کرد که گام مهمی برای تأمین دخالت قدرت کارگری در سازماندهی اقتصاد بود. او بود که در نامه‌ای به مارکس از نقش یک قیام کارگری تصویری فراتر از صرفاً تغییر در قدرت سیاسی می‌دهد و می‌گوید اگر بتوانیم تغییری بنیادی در روابط اجتماعی ایجاد کنیم، انقلاب 18 مارس 1871 پرثمرترین انقلابی خواهد بود که تاریخ تا به امروز دیده است. لئو فرانکل در میان کمونارهایی که از زندانها بیرون کشیده شدند و در گورستان پرلاشز پاریس در کنار دیوار مشهور کمونارها تیرباران شده بودند نبود. او اما 25 سال بعد از قتل عام کمونارها در کنار این دیوار به خاک سپرده شد. این کمونار شریف و آگاه در وصیت‌نامه‌اش نوشت: همان گونه که آزاداندیش زیستم، میخواهم به همان سان بمیرم. پس تقاضا میکنم چه در لحظه مرگم و چه هنگام به خاک سپاریم، به بهانه رستگاری روحم، هیچ کشیشی از هیچ کلیسایی به من نزدیک نشود. خاک سپاریم باید به همان اندازه ساده باشد که خاک سپاری آخرین کسانی که از گرسنگی هلاک شده اند. تنها تمایزی که تمنا دارم
این است که کالبدم در پرچمی سرخ پیچیده شود. پرچم پرولتاریای بین المللی که به خاطر رهایی آنها بهترین بخش زندگیم را وقف کردم و همیشه حاضر بودم جانم را فدا کنم. لئو فرانکل، کومونار، 29 آوریل 2019، 9 اردیبهشت 1398. نام کتاب به یاد کمون پاریس، نویسنده محسن ابراهیمی، بخش پنجم، راوی رعنا، پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. در تاریخ جوامع طبقاتی، کشمکش طبقات علیه یکدیگر پنهان و آشکار اما مدام و در اشکال متنوع در جریان بوده است. این کشمکش همیشه و همه جا، از مبارزه در کف خیابان تا ظریف‌ترین جلوه های زندگی، از جمله هنر و ادبیات، به نحوی اثر خود را بر جای گذاشته است. موضوع مشترک همه این کشمکش ها هر شکلی که به خود گرفته باشند، تلاش طبقات تحت سلطه، تلاش طبقات محروم و تهی‌دست برای آزادی و عدالت و برابری بوده است. آنگاه که این کشمکش به جدالی بر سر قدرت سیاسی کشیده شده است، آنگاه که قدرت سیاسی طبقات حاکم علناً و در خیابان به مصاف کشیده شده است، بدون استثناء طبقات حاکم شمشیرها را از رو بستند و تا توانستند به نام نظم و امنیت ملی به جان نیروهایی که قدرتشان را به چالش کشیدند افتادند و البته همیشه سبوعیت و درندگی دهشتناکی از خود نشان دادند. کمون پاریس نه اولین و نه آخرین نمونه از این توحش سرمایه‌داری علیه طبقه کارگر و جنبش‌های عدالت طلبانه است. انقلاب اکتبر روسیه تقریبا نیم قرن پس از کمون پاریس رخ داد، اما لشکرکشی متحدانی اغلب دول سرمایه‌داری برای درهم شکستن این انقلاب بار دیگر نشان داد که طبقات حاکم چه ظرفیتی از خشونت برای درهم شکستن عصیان طبقه کارگر و توده‌های تهی‌دست دارند. لشکرکشی که مصمم بود انقلاب کارگران و محرومین روسیه را در هم بشکند و نگذارد طبقات محروم جامعه قدرت بگیرند و برای رسیدن به این هدف میلیون‌ها انسان را قربانی کردند. این جالب است که سازمان دهندگان خشونت معمولاً و مثل همیشه روایت وارونه از تاریخ می‌دهند و به هزار وسیله تلاش می‌کنند انقلاب‌ها و انقلابیون را با خشونت تداعی کنند و از طبقه حاکم با تمام ددمنشی‌ها علیه اعتراضات حق طلبانه توده‌های ستم دیده تصویری مدارا طلب، اهل گفتگو و انسان‌های رئوف القلب ارائه کنند. تصویری که بنابر همه شواهد تاریخی پوچ، بیپایه و وارونه است و کمون پاریس یک نمونه برجسته، یک شاهد تاریخی بسیار مهم در مقابل این نوع روایت هاست. خشونت طبقه حاکم علیه کمون پاریس. خشونت علیه کمون پاریس به راستی یکی از نمونه های کم سابقه از نظر وسعت و عمق توحش سرمایه داری علیه طبقه کارگر بود و یک نمونه بسیار گویا از این حقیقت بود که این انقلاب ها نیستند که خشونت می کنند. برعکس، این طبقات حاکم هستند که برای حفظ قدرت سیاسیشان به دهشتناکترین جنایات متوسل می شوند. قبل از کمون پاریس بارها مخصوصاً در جریان شورش‌های کارگری سال‌های 1848 در اروپا، شهرهای کارگری فرانسه مخصوصاً پاریس شاهد جنایات هولناکی توسط نیروهای سرکوب سرمایه‌داری بودند و در این سال‌ها کارگران بی‌رحمی دیوانه‌وار طبقه حاکم را دیده بودند. برای مثال وقتی در 22 ژوئن 1848 کارگران فرانسه علیه وضعیت بسیار اسفبارشان قیام کردند، طبقه سرمایه دار با قساوت کم نظیری به سرکوب کارگران معترض دست زد و به قول مارکس در این نخستین نبرد بزرگ میان دو طبقه دیدیم که چگونه حجاب پنهانگر جمهوری درید. همه می دانیم که کارگران با چه شهامت و نبوغ بی نظیری بدون پیشوا، بدون نقشه مشترک، بدون وسیله و بخش عمدهشان بدون اسلحه
ارتش، گارد متحرک، گارد ملی پاریس و نیز گارد ملی شهرستانها را که به پاریس آمده بودند، 5 روز تمام شاه مات کردند و همه می دانیم که بورژوازی با چه قساوت بی سابقه ای، یعنی قتل عام 3000 تن از زندانیان، انتقام ترسی را که دوچارش شده بود کشید. مارکس، مبارزه طبقاتی در فرانسه. اما همین کشتارها هم حتی در مقایسه با لجانگسیختگی هار سرمایه‌داری در مقابل کمون پاریس حکم بازی کودکان را داشت. توحش بورژوازی در مقابل کمون پاریس آنچنان گسترده بود که به قول انگلز تفنگ دیگر سرعت عمل لازم را برای کشتن نداشت و این مسلسل‌ها بودند که صدها تن از کمونارها را یک جا کشتار می‌کردند. در بخش‌های قبلی این سلسله مقالات به یکی از باشکوه‌ترین و انسانی‌ترین اقدامات کمون پاریس اشاره کردیم. به آتش کشیدن ماشین کشتار به نام گیوتین. به دستور کمون پاریس این ماشین آدمکشی که در جریان انقلاب بورژوایی 1789 فرانسه سرهای زیادی را از تن جدا کرد، به مثابه سمبل خشونت و آدمکشی در میان شور و شوق شهروندان پاریس به آتش کشیده شد. این فقط یک نمونه از دوران جدیدی بود که کمون پاریس می‌خواست آغازگرش باشد. اما در همین دوره طبقه حاکم فرانسه نشان داد که سرمایه‌داری و حکومتش در مقابل هر گونه تلاش برای آزادی و برابری به هر جنایتی دست می‌برد تا سلطه خود را حفظ کند. وقتی تلاش‌ها و تصمیمات کمون پاریس برای اجتناب از خونریزی را در کنار خشونت حکومت سرمایه‌داران به موازات هم به تصویر می‌کشیم، به خوبی معلوم می‌شود که سبوئیت سرمایه‌داری در مقابل طبقه کارگر، مخصوصاً اگر این طبقه بخواهد دست به قدرت سیاسی ببرد و سرنوشت خود را خود به دست بگیرد، مخصوصاً اگر طبقه کارگر به پا خیزد تا غل و زنجیر بردگی سرمایه را از دست و پای کارگران باز کند و به دور اندازد، حد و مرزی ندارد. قبلا گفتیم که در 18 مارس 1871 ارتش تیر جمهوری‌خواه برای مصادره توپ‌های مستقر در تپه مونمارتر که به هزینه کارگران و شهروندان پاریس تهیه شده بود، به این تپه هجوم می‌آورد که با مقاومت کارگران و در پیشاپیش آنان زنان مواجه می‌شود. کارگران پاریس به این توپ‌ها برای مقابله با محاصره ارتش پروس از یک طرف و هجوم ارتش بناپارت به رهبری تیر از طرف دیگر نیاز داشتند. در ماجرای یورش راهزنان ورسای به تپه مونمارتر، زنان مدافع توپ‌ها با سربازان وارد گفتگو می‌شوند. از آنان می‌خواهند که به سینه برادران و خواهرانشان تیراندازی نکنند. سربازان که در واقع برادران و فرزندان همین شهروندان کارگر بودند، به خواست این زنان جسور تن می‌دهند و لوله تفنگ‌ها را به سوی زمین برمی‌گردانند. اما ژنرال‌های اعزامی از ورسای اصرار دارند که مقاومت زنان و کارگران معترض و اوسانگر پاریس را در هم بشکنند. ژنرال لوکنت بارها به هنگ 81 فرمان می‌دهد به روی مدافعین بی‌سلاح تیراندازی کنند. سربازان به این فرمان تن در نمی‌دهند. همچنین به علامت سرپیچی لوله‌های تفنگ‌هایشان را رو به زمین نگه می‌دارند. و در مقابل فرمان‌های مکرر ژنرال لوکنت برای آدمکشی تصمیم دیگری می‌گیرند. لوله‌های تفنگ‌هایشان را به جای زمین به سوی ژنرالی برمی‌گردانند که فرمان قتل عام صادر می‌کند. به جای تیرباران زنان و مردان مدافع، خود او را همراه یک ژنرال دیگر به نام کلمان توامن که در قتل عام کارگران در انقلاب‌های 1848 نقش فعال داشت، تیرباران می‌کنند. این اوج خشونت کمون بود که عملاً سربازان به جای کشتار صدها زن و مرد بی‌سلاح، تفنگ‌هایشان را به سوی ژنرال‌هایی برمی‌گردانند که مصمماً کشتار مردم بی‌دفاع را به دست همان سربازان پیش ببرند. 2 هفته بعد از ماجرای تپه مونمارتر، در اوایل آوریل 1871، سبوئیت مردان نظم اوج گرفت. آنها حتی به سربازان ارتش خودشان، ارتش ناپلئون بناپارت هم رحم نکردند. سربازان جبهه که به دست این اوباش اسیر می شدند، با کوچکترین تردید و شک درباره سمپاتیشان به کمون پاریس در جا اعدام می شدند. تیر به ژنرال‌ها و سرکوبگران حکومتی دستور داده بود که هر سربازی را که مشکوک به طرفداری از کمون است، در جا تیرباران کنند.
فضای خشونت حکومتی علیه کمون پاریس آنچنان بالا بود که ژاندارم‌ها و سرکوبگرانی که علیه کمونارها بیشتر جنایت می‌کردند، ارتقا پیدا می‌کردند. ژاندارمی به نام دسماره مدال گرفت چون فلورانس را بیرحمانه تکه تکه کرده بود و این فلورانس شریف یکی از آن کمونارهایی بود که قبلاً در قبال اعضای بازداشت شده دولت همین تیر عطوفت نشان داده بود و خیلی از همین بازداشت شدگان با دخالت همین فلورانس کمونار از بازداشت جان به در برده بودند. عطوفت کمون کارگران و خشونت ورسای سرمایه داران. وقتی دولت دفاع ملی به نمایندگی از طبقه سرمایه دار فرانسه، عقب نشینی وزرا و وکلا و کل دستگاه بوروکراسی و دستگاه سرکوب از جمله ارتش به ورسای را سازمان می‌داد تا از آنجا تهاجم به پاریس و سرکوب کمون پاریس را سازمان دهد، گارد ملی، یعنی همون گاردی که متشکل از اساساً کارگران بود و کمون پاریس، به جای بازداشت آنها در مقابلشان عطوفت نشان داد. در 26 مارس که انتخابات کمون بود، کمیته مرکزی گارد ملی دست حزب نظم و دولت دفاع ملی به رهبری تیر را باز گذاشت و حتی به قول مارکس در کنار صندوق‌ها با آنها، همانهایی که در درون خود می‌غریدند که در روز موعود چگونه ریشه‌شان را برخواهند کند، شیرینی رد و بدل کرد. وقتی کمون پاریس با موج اعدام اسرای کمون توسط دارو دسته ورسای مواجه شد، برای مقابله با آن در 7 آوریل فرمانی صادر کرد که در آن اعلام شده بود کمون عزم دارد در برابر عملیات و اقدامات آدمخوارانه دارو دسته راهزنان ورسای مقابله به مثل کند. با این اولتیماتوم کمون، اعدام اسرای کمونار به دست سرکوبگران ورسای برای مدتی متوقف شد. اما وقتی راهزنان مستقر در ورسای متوجه شدند که کمون جاسوسان دستگیر شده ورسای و حتی ژاندارم‌های ورسای را که با بمب‌های آتش‌سا دستگیر شده بودند مورد عطوفت قرار داده و در واقع تهدید کمون در فرمان 7 آوریل اجرا نشده است، اعدام گروه زندانیان را از سر گرفتند. حتی توحش را به جایی رساندند که خانه‌هایی که افراد گارد ملی به آنها پناه برده بودند را به آتش کشیدند و آنها را زنده زنده سوزاندن. وقتی کمون پیشنهاد مبادله زندانیان و اسرا را مطرح کرد، با پاسخ منفی ورسای سرمایه‌داران مواجه شد. برای مثال، همان موقعی که اسرای کمون در ورسای دست دست تیرباران می شدند، تعداد زیادی از سرکوبگران ورسای از جمله سر اسقف پاریس در اسارت کمون بودند. کمون با شنیدن این تیرباران ها بلافاصله مقابله به مثل نکرد. پیشنهاد مبادله اسرا را داد که با بی‌اعتنایی ورسای مواجه شد. کمون پیشنهاد کرد که در مقابل آزادی بلانکی تعداد زیادی از جمله سر اسقف پاریس را آزاد خواهد کرد که با پاسخ منفی ورسای مواجه شد. چرا؟ به قول مارکس، تیر به این پیشنهادات کمون پاسخ منفی داد چون می‌دانست اگر بلانکی را رها کند، کمون صاحب راستی خواهد شد، در حالی که پس گرفتن سر اسقف چیزی بر وی اضافه نمی‌کند مگر در صورتی که نعشش را پس می‌گرفت. ورسای حاضر شد در مقابل اعدام دست دسته کمونارهای اسیر در ورسای، سر اسقف پاریس را به قتل برساند تا از شهید مقدس استفاده سیاسی کند. می‌بینیم که کمون پاریس به هر شکلی تلاش می‌کند مانع خونریزی شود، اما سرمایه‌داری و حکومت پاسدارش دقیقاً به خاطر حفظ سلطه طبقاتیش حاضر است به هر درجه ممکنی از توحش و ددمنشی متوسل شود. در بخش پایانی این سلسله مقالات به این برمی‌گردیم که به قول مارکس، عطوفت کمون پاریس در مقابل ورسای سرمایه‌داران یکی از اشتباهات مهم کمون و یکی از دلایل مهم شکستش بود. هفته خونین. امروز 4 روز از اول مه، سالگرد روز جهانی کارگران می‌گذرد که این سطور را می‌نویسم. همین چند روز پیش جمهوری اسلامی، وارثین اسلامی طبقه حاکم فرانسه در ایران، به تجمع کارگران در روز جهانی کارگر در مقابل مجلس اسلامی یورش برد تا اعتراض حق طلبانه کارگران را در هم بشکند. خشونت سرمایه‌داری علیه طبقه کارگر زمان و مکان نمی‌شناسد. 148 سال پیش در چنین روزهایی کمونارها مشغول نبردی تا پای جان در دفاع از آزادی و برابری همه شهروندان بودند.
تقریبا 2 هفته بعد، یعنی 21 تا 28 مه 1871، هفته خونین فرا میرسد. هفته ای که گواه تاریخی غیر قابل انکاری درباره این حقیقت است که سرمایه‌داری برای نگه داشتن زنجیر اسارت بر پای کارگران و ادامه چباول دسترنج کارگران و اعمال حاکمیت طبقاتیش چه ظرفیت عظیمی از درندگی دارد. قبل از این هفته خونین و قبل از ورود ژنرال مکماهون قصاب پاریس به شهر، تیر رئیس دولت خطاب به کارگران پاریس اعلام کرده بود که این شهر محکوم به فناست و خطاب به قاتلین سازمان یافته در ارتش بناپارت گفته بود که دستتان باز است، آنقدر از پاریس انتقام بکشید تا دلتان آرام بگیرد. و به این ترتیب شهری که تا آن زمان شاهد باشکوه‌ترین، رزمنده‌ترین و مصمم‌ترین قیام‌های تاریخ طبقه کارگر علیه سرمایه‌داری بود، در این هفته خونین توسط ورسای سرمایه‌داران به خون کشیده شد. آتش سیری‌ناپذیر خشونت و خونریزی توسط سرمایه‌داری فرانسه در 28 می در گورستان پرلاشز به اوج رسید. در این روز کهنارهای اسیر در زندانها را بیرون کشیدند و در پای دیواری در این گورستان، دیواری که بعداً به دیوار کهنارها مشهور شد، به رگبار بستند. انگلز از این دیوار به عنوان شاهدی خاموش ولی گویا یاد کرد که به عنوان نمونه‌ای برجسته از نفرت و خشم طبقه حاکم در مقابل مقاومت و مبارزه طبقه کارگر برای دفاع از حقوق خیش همچنان بر سر پاست. انگلز همچنین سبوییت و درندگی و خشونت طبقه حاکم علیه طبقه کارگر را از قول یک روزنامه رسمی آن زمان، روزنامه‌ای وابسته به حزب توری لندن، به اطلاع جهانیان رساند که این چنین گزارش داده بود: در حالی که هنوز صدای تک تیراندازهای پراکنده از دور به گوش می رسد، در حالی که مجروحان بخت برگشته ای را می بینی که در لابلای سنگ گورهای پرلاشز به حال خود رها شده اند تا بمیرند، در حالی که 6000 شورشی وحشت زده را در بیم و هراس از نومیدی در زیر زمین ها و دهلیزهای گورستان ها بی پناه و سرگردان می بینی، در حالی که در کوچه ها می بینی بیچارگانی در گروه های 20 نفره به ضرب مسلسل از پادر می آیند، تماشای کافه های پر از مشتری عاشق افسنتین، بیلیارد و دومینو در پاریس خون آدم را به جوش می آورد. مقدمه انگلز بر جنگ داخلی در فرانسه. مشتری های این کافه ها قشر های دارا و متمول و متعلق به طبقه بورژوازی فرانسه بودند که در شهر مانده بودند و در فضای آزادی‌های شکل گرفته در شهری که توسط کمون پاریس اداره می‌شد مشغول بازی بیلیارد بودند. این سطح از درندگی و خشونت طبقه حاکم فرانسه علیه کمون پاریس برای رسیدن به چه هدفی بود؟ برای پاسداری از نظم و امنیت. نظم و امنیت کدام طبقه؟ نظم سرمایه‌داری و امنیت طبقه سرمایه‌دار. نظم و امنیتی که مانع دسترسی کارگران به قدرت بشود و روال منظم و امن بهره کشیدن از کارگران را از تعرض همین کارگران مسئول نگه دارد. نظم و امنیتی که تلاش کارگر برای عدالت و آزادی و زندگی انسانی را به خاک و خون بکشد. وقتی دولت دفاع ملی تیر بر روی قیام کارگران پاریس خون می پاشید، همین تیر به نمایندگی از سرمایه‌داری فرانسه اعلام کرد: به هدف خود رسیدیم. آن چیزی که آرزوی عدالت، نظم، انسانیت و تمدن بود تحقق یافت. کمون پاریس به راستی یکی از نمونه‌های بیادماندنی از این حقیقت است که سرمایه‌داری وقتی از عدالت و نظم و انسانیت و تمدن حرف می‌زند، منظورش دقیقاً چیست؟ و در مقابل تلاش طبقه کارگر برای عدالت و انسانیت میتواند به چه توحشی متوسل شود و در مقابل شورش بردگان مزدی علیه این بردگی چه سبوییتی، چه تمدنی از خود نشان میدهد. تمدن پر افتخاری که به قول مارکس مهمترین مسئله اش این بود که چگونه از کوه اجسادی که پیش از پایان یافتن نبرد در کوچه ها بر جای گذاشته است خلاص شود.
در بخش ششم و پایانی این سلسله مقالات به تجربه کمون پاریس، علل شکست آن و درس‌های این قیام خواهیم پرداخت. 14 اردیبهشت 1398، 4 ماه مه 2019. آوای بور.com. به یاد کمون پاریس، به مناسبت 148 سالگرد کمون پاریس، بخش ششم و پایانی. درس‌های کمون پاریس. امروز 21 ماه مه 2019 است. 148 سال پیش روز 21 ماه مه، روز اول هفته خونین علیه کمون پاریس بود. در چنین روزی تعرض نهایی سرمایه‌داری فرانسه به کمون پاریس آغاز شد. به مدت یک هفته تمام دولت دفاع ملی به رهبری تیر پاریس کارگران را با قساوت تمام به خون کشید. در بخش قبلی این سلسله مقالات درباره خشونت دولت دفاع ملی به نمایندگی از سرمایه‌داری فرانسه علیه کمون پاریس کارگران در این هفته خونین صحبت کردیم. دولتی که تحت این عنوان وظیفه اصلیش نه دفاع ملی در مقابل اشغال فرانسه توسط پادشاهی پروس، بلکه سرکوب کمون پاریس اتفاقاً به کمک ارتش پروس بود. در این هفته خونین کمون پاریس بعد از بیش از 2 مبارزه و مقاومت سرسختانه و به یاد ماندنی بالاخره توسط نیروهای متحد پروس و فرانسه شکست خورد. علل این شکست، اشتباهات و درس‌های کمون پاریس چه ها هستند؟ پاسخ به این سوالات موضوع مطلب پیش رویتان است. کمون پاریس 2 اشتباه مهم، 1 نقص مهم و 1 کشف مهم داشت. این اشتباهات، این نقص و این کشف سرشار از درس‌های مهم برای طبقه کارگر و همه انسان‌هایی است که برای رهایی از بردگی مزدی نظام سرمایه‌داری تلاش و مبارزه می‌کنند. اشتباه اول، سرکوب بورژوازی و مقاومت وی هنوز هم ضروری است. برای کمون این امر به ویژه ضروری بود و یکی از علل شکست آن این است که این عمل را با قطعیت کافی انجام نداد. مارکس، جنگ داخلی در فرانسه. تحلیل مارکس این است که یکی از مهمترین دلایل شکست کمون پاریس این بود که به راهزنان سرمایه‌داری فرصت داد از پاریس به ورسای عقب نشینی کنند، خودشان را سازمان دهند و نهایتاً با قساوت تمام به پاریس حمله کنند و کمونارها را به قتل برسانند. می‌دانیم که کمیته مرکزی گارد ملی، یعنی نیروهای مسلح توده‌های کارگر و تهی‌دست پاریس، اولاً به جای اقدامات به موقع برای جلوگیری از عقب نشینی نیروهای سرکوب و بوروکراسی از پاریس به ورسای، دستشان را باز گذاشت تا به ورسای بروند و از آنجا سرکوب را سازمان دهند و ثانیاً خود را مشغول انتخابات کمون کرد و به این ترتیب 10 بسیار تعیین کننده برای مقابله با توطئه سازمان یافته بورژوازی را از دست دادند. مارکس در نامه‌ای به ویلهلم لیبکنخت با قطعیت شکست کمون پاریس را حتی پیش بینی می‌کند. پاریسی‌ها شکست خواهند خورد و این شکست محرز است و تقصیر خودشان هم هست. تقصیری که به طور کلی ناشی از زیاده‌روی ایشان در شرافت و درستی است. مارکس ادامه می‌دهد که به 2 کمون پاریس به تیر بدجنس فرصت و امکان داد که تمام دار و دسته‌های سرکوب را در ورسای متمرکز کند، که بعداً دیدیم که چگونه همین‌ها با حمایت ارتش پروس علیه کمون پاریس به 1 لشکرکشی تمام عیار دست زدند. دلیل اول، از روی حماقت نخواستن جنگ داخلی راه بیفتد. انگار تیر با تلاش خود برای خلع سلاح پاریس به زور اول بار خودش جنگ داخلی را راه نینداخته بود. دلیل دوم، متهمشان نکنند که از قدرت سوء استفاده کردند. مارکس تأکید می‌کند که به این 2 به جای حمله به ورسای و یکسره کردن کار دشمن مشغول انتخابات کمون شدند و وقت و فرصت را از دست دادند. مارکس همچنین در نامه‌ای به گوگلمان روی این تأکید می‌کند که اگر کمون پاریس شکست بخورد، علت فقط اخلاق خودشان است که بچه‌های خوبی هستند و این بچه‌های خوب فوراً و در فرصتی که داشتند بلافاصله به ورسای حمله ور نشدند. اشتباه دوم، می دانیم که پاریس در محاصره 2 نیروی متحد
ارتش بیسمارک از یک طرف و ارتش دولت دفاع ملی از طرف دیگر بود. مردم در وضعیت اقتصادی دهشتناکی به سر می بردن. فقر و گرسنگی بیداد می کرد. کمون پاریس برای پاسخ دادن به نیاز نزدیک به 2 میلیون شهروند پاریس از همه نظر، مخصوصا از نظر اقتصادی، باید راهی پیدا می کرد. در چنین شرایطی کمون پاریس برای تصرف ثروت متمرکز در بانک فرانسه هیچ اقدام جدی انجام نداد و عملا امکانات مالی بانک فرانسه که متعلق به مردم بود را در اختیار نیروهای ارتجاع متمرکز در ورسای قرار داد. وقتی نیروهایی از گارد ملی به بانک فرانسه رفتند تا امکانات مالی بانک را به نفع نیازهای کمون پاریس مصادره کنند، نماینده کمون در بانک که یک پرودونیست بود توانست این نیروها را از این تصمیم منصرف کند و عملا کمون از امکانات مالی بانک فرانسه محروم شد. هنوز این سوال پیش می آید که چرا کمون پاریس علی‌رغم عزم و جسارت کمونارا، علی‌رغم کاردانی و اعتماد به نفسشان در استقرار یک نظم تماماً جدید از مناسبات سیاسی و اقتصادی در جامعه، علی‌رغم محبوبیت کمون در میان اکثریت 2 میلیون شهروند پاریس، نتوانست در مقاطع حساس تصمیمات قاطع و راهگشا چه در عرصه اقتصاد و چه در عرصه سیاست بگیرد و این قیام بزرگ تاریخی را به پیروزی برساند که در این صورت تاریخ بشر در مسیری تماماً متفاوت از گذشته ورق می‌خورد. پاسخ این سوال به نظر من تماماً مربوط به یک نقص مهم و تاریخی کمون پاریس است و این نقص فقدان رهبری توسط حزب سیاسی کمونیستی بود که اگر در مقطع کمون پاریس حضور داشت می توانست روند سیاسی را در مسیری کاملاً متفاوت رقم بزند. نقص مهم کمون پاریس، لزوم یک رهبری حزبی. اگرچه انترناسیونال اول به رهبری مارکس و انگلز در این مقطع وجود داشت و توانسته بود به یک نیروی سیاسی جدی و قابل توجه حداقل در سطح اروپا تبدیل شود، اما همین انترناسیونال هنوز نتوانسته بود در فرانسه و پاریس حزب سیاسی را شکل دهد که قیام پاریس را رهبری کند. تروتسکی در پاسخ به سؤال علل شکست کمون پاریس، علت اینکه چرا این بچه های خوب درست همان وقتی که لازم بود نتوانستند با تاکتیک ها و روش های به دقت سازمان یافته یورش بورژوازی از ورسای را نه تنها خونسا کنند بلکه حتی چنین یورشی را از پیش غیر ممکن کنند، روی یک نقص مهم تاکید می کند. این نقص که کارگران پاریس مسلح به یک حزب سیاسی نبودند. می توانیم همه تاریخ کمون را با انگشت ورق به ورق برگردانیم، تنها در آن یک درس می بینیم. یک رهبری نیرومند حزبی لازم است. زمانی که پاریس در حلقه محاصره بود، 6 ماه گذشت تا طبقه کارگر توانست درس‌های انقلاب‌های گذشته و جنگ‌های زمان سابق و خیانت‌های مکرر دموکراسی را بیاد آورد و قدرت را در دست گیرد. ثابت شد که این 6 ماه فرصت از دست رفته جبران ناپذیری بود. هرگاه حزبی با عمل متمرکز انقلابی در سپتامبر 1870 در رأس طبقه کارگر فرانسه بود، تمام تاریخ فرانسه و همه تاریخ بشر در مسیر دیگری قرار می گرفت. تروتسکی، کتاب کمون پاریس. تأکید روی این فاکتور از علل شکست کمون پاریس مخصوصاً به این خاطر اهمیت دارد که روی یک نیاز بسیار مبرم در دوره خود ما تأکید می کند. جایگاه حزب سیاسی کمونیستی برای سازماندهی و به پیروزی رساندن مبارزه کارگران و توده‌های وسیع مردم در مقابل سرمایه‌داری و طبقه حاکم، حزبی که تجربه چند صد سال سرکوب سیاسی اوسیان‌ها و انقلاب کارگری را متکی است. تروتسکی در تحلیلش از علل شکست کمون پاریس روی این تأکید می کند که کمیته مرکزی گارد ملی به جای حمله به ورسای در فکر انتخابات قانونی برای کمون بود و برای این کار با شهرداران پاریس وارد مذاکره شده بود تا برای خود پوششی از قانونی بودن فراهم سازد. توهم کمیته مرکزی این بود که در این صورت مردان نظم مستقر در ورسای به دموکراسی کمونی احترام خواهند گذاشت و به این دلیل به جای حمله به ورسای سعی کردند در خودمختاری کمونی خود منزوی شوند. اگر کسی به آنان حمله نکند، آنان به کسی حمله نخواهند کرد.
به جای اینکه در فکر این باشند که در سراسر کشور قدرت برای طبقه کارگر تامین شود، اسیر این توهم دموکراتیک شدند. تروتسکی علت این ضعف را در این می‌بیند که در لحظه‌ای که کمیته مرکزی نیاز داشت ابتکار کار خود در حمله را به حد اکثر برساند، چون از رهبری حزب کارگری محروم بود، سرگیجه گرفت و در نهایت شتاب قدرت‌های خود را به نمایندگان کمون که خواستار مبانی دموکراتیک وسیع‌تری بودند منتقل کرد و در آن زمان بازی کردن با انتخابات اشتباهی بزرگ بود. جنگجویان سال 71 فاقد دلیری نبودند. آنچه فاقد بودند روشنی در روش و سازمان رهبری متمرکز بود و بدین سبب مغلوب شدند. کشف مهم کمون پاریس. مارکس 20 سال پیش از تجربه کمون پاریس به اهمیت در هم شکستن ماشین دولتی واقف بود و در کتاب مشهورش به نام 18 برومر لویی بناپارت در سال 1851 بر آن تاکید کرده بود. او درست در روزهای کمون در نامه‌ای به گوگلمان این موضوع را یادآوری می‌کند و بر آن مجدداً تاکید می‌کند. او گوگلمان را به تاکیداتش در کتاب 18 برومر رجوع می‌دهد. من اقدام بعدی انقلاب فرانسه را چنین اعلام می‌دارم. برخلاف سابق ماشین بوروکراتیک و نظامی از دستی به دست دیگر داده نشود، بلکه در هم شکسته شود و این درست همان چیزی است که رفقای پاریسی قهرمان ما در انجامش می‌کوشند. مارکس و انگلس در پیشگفتارشان به چاپ آلمانی مانیفست کمونیست دقیقاً یک سال بعد از شکست کمون روی این نکته بار دیگر تاکید می‌کنند که کمون پاریس ثابت کرد که طبقه کارگر نمی‌تواند به طور ساده ماشین دولتی حاضر و آماده ای را تصرف نماید و آن را برای مقاصد خیش به کار اندازد. اگر این ماشین دولتی باید در هم شکسته شود، سوال این است چه چیزی باید جایگزینش شود؟ کمون پاریس در تجربه عملی شکل جایگزین را کشف کرد. کمون ارتش رسمی و پلیس و ژاندارمری و بوروکراسی سرمایه‌داری را با نیروهای مسلح مردمی و کمونهایی که مسئولینش انتخاب می‌شدند، هر لحظه قابل عزل بودند و حقوقشان همتراز با حقوق یک کارگر بود، جایگزین کرد. کمون به جای ماشین دولتی سابق دخالت فعال همه شهروندان در اداره امور نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زندگیشان را مستقر کرد. کمون بوروکراسی پیچیده مبتنی بر مقامات بالای سر شهروندان و در مقابل شهروندان را در هم شکست و به جای آن مسئولین منتخب و مهمتر از آن قابل عزل توسط انتخاب کنندگان را قرار داد. لنین در کتاب دولت و انقلاب به گوشه ای از این سطح و شیوه دخالت توده های شهروندان که به عرصه قانونی و قضایی مربوط است اشاره می کند. کمون پس از برانداختن ارتش دائمی و پلیس، یعنی ابزارهای قدرت مادی حکومت کهنه، بیدرنگ و در هم شکستن ابزار ستمگری روحی یا نیروی کشیشان پرداخت. مقامات قضایی استقلال ظاهری خود را از دست دادند. آنها میبایست من بعد آشکارا انتخاب شوند و دارای مسئولیت و قابل تعویض باشند. و ادامه میدهد که کمون آنچنان شکلی است که انقلاب کارگری سرانجام کشف کرد، که از طریق آن به رهایی اقتصادی کار میتوان جامعه عمل پوشاند. کمون برخلاف دولت‌های طبقات حاکم نگذاشت صاحبان مشاغل دولتی به سروران جامعه تبدیل شوند. لنین در همین کتاب دولت و انقلاب در جمع‌بندی از درس‌های کمون و در رابطه با این کشف کمون پاریس نکته‌ای را برجسته می‌کند. اینکه مارکس در مانیفست به پرسش چه چیزی را باید جایگزین ماشین دولتی بورژوازی گذاشت پاسخ داده بود، اما پاسخی که وظایف را نشان می‌داد و نه شیوه های حل این وظایف را. مارکس در مانیفست از متشکل شدن پرولتاریا به صورت طبقه حاکمه حرف می‌زند، اما روشن نیست که این متشکل شدن به صورت طبقه حاکمه چه اشکال معینی می‌تواند و باید به خود بگیرد. کمون این اشکال را در تجربه واقعی کشف می‌کند. کمون شکلی را کشف می‌کند که امکان و راه پایان دادن به سیادت طبقاتی را نشان می‌دهد.
کشف کمون پاریس یک شیوه تماماً جدید و بی‌سابقه‌ای از خودمدیریت جامعه بود که طبقه کارگر پاریس در جریان مبارزه با نظم کهن خلق کرده بود. کمون ماشین دولتی را خرد کرده بود و به جایش مناسبات سیاسی کاملاً نوینی را ایجاد کرده بود. اجازه بدهید بخش پایانی این سلسله مطالب را با فرازی از مارکس در کتاب جنگ داخلی در فرانسه به پایان برسانیم. نام کارگران پاریس با کمونشان برای همیشه به عنوان پیام‌آور پر افتخار جامعه نوین با احترام تمام یاد خواهد شد. خاطره جانباختگانش سرشار از تقدس در قلب طبقه کارگر برای همیشه باقی خواهد ماند و آنان که دست به نابودیش زدند از هم اکنون به چرخ عذاب و ملعنت تاریخ بسته شده اند و دعای همیشه کشیشانشان با هم نیز برای آمرزش گناهانشان کفایت نخواهد کرد. مارکس، جنگ داخلی در فرانسه. یاد کمون پاریس و کمونارها برای همیشه گرامی باد. 21 ماه مه 2019. پایان. آبای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تا کنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. audiobook.com